إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد و برک علی محمد و علی آل محمد کما برکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید سلام عرض می خدمت همه شما قرآن دوستان امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز الله متعال نصیب راهتان باد الله رو شاکریم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا بار دیگر خدمت گذار قرآن کریم باشیم به همراه دوستان پشت صحنه در یکی دیگر از برنامه های حفظ قرآن کریم و باز هم الله رو سپاس گذاریم از اینکه این توفیق رو به ما داد تا در این برنامه همراه شما باشیم به امید این که بتونیم سوری مبارکه ماعده رو به اتمام برسونیم در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان تا آیه 101 تا ابتدای آیه 101 صد آیه اول سوره مبارکه مایده رو به اتمام رسونیم البته من امیدوارم که شما بیشتر از این حفظ کرده باشید و این صفحه و صفحه 124 م رو کاملا حفظ کرده باشید در مصفحه عثمان تاها امروز هم با امید انلاه متعال و با همراهی شما عزیزان سه صفحه باقی مانده از سوری مبارکه مایده رو الله ترجمه اون رو مروری خواهیم داشت و از آیات 101 و بعد تا آخر سوره مبارکه مائده رو به همراه شما عزیزان مرور میکنیم و انشاءالله که بتونیم در فرصت پیش رو در هفته آینده این سه صفحه رو هم به جمع صفحات دیگر اضافه بکنیم و تا پایان سوری مبارکه ماعده رو حفظ کرده باشیم تا شما عزیزان مصاحفتون رو آماده میکنید و انشاءالله آمادگی میگیریم به همراه شما با شروع ترجمه سه صفحه پایانی سوری مبارکه ماعده میان برای میکنید تا میبینیم برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ترجمه این سه صفحه رسول الله صلی الله و علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه های الله گرده هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر اینکه آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها بینیکی یاد می کند. وبنوره تصف بعد سال مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان سوره به مارکه ماعده به معنای سفره در ابتدا با پیمان گرفتن از بندگان الله تعالی از مؤمنین و از تاکید بر وفای به عهد آغاز شد بعد از اون اهمیت موضوع آنچه که انسان و مسلمان باید در سفره خودش مد نظر داشته باشه به خاطر عهد و پیمانی که بسته با الله تعالی به خاطر اون وفای به عهدی که باید انجام بده و به خاطر تاثیر آنچه میخوره در راه دست یافتن به توفیق در انجام عمل صالح اهمیت این موضوع سبب شد تا الله مطال در ابتدای سوره درباره آن چیزهایی که حرام هست خوردنش بر یک انسان و مسلمان سخن میگه در ادامه بعد از اینکه از صحبت از خوردن غذای اهل کتاب شد و آن چیزی که حلال هست و یا حرام الله مطال به ازدواج با آنها هم اشاره فرمود بعد از اینکه بحث نیازهای جسمی نیاز غذا مطرح گردید نیاز دیگری از جسم در بحث ازدواج هم اشاره به اون شد در تعامل با اهل کتاب و بعد از اون باز الله تعالی اشاره فرمود به وسایلی و آن چیزی که کمک میکنه انسان رو در حفظ ایمانش در حفظ تقوا در زندگی با اهل کتاب و علال خصوص کسانی که با اهل کتاب ازدواج کردن مسئله نماز و مسائل دیگری که در بحث عدالت در عدالت رفتاری و اینکه دشمنی با یک قومی سبب نشه که ما عدالت رو زیر پا بگذاریم این موضوعات رو مطرح فرمود الله تعالی و بر مسلمین رو برحذر داشت از اینکه به مانند برخی از اهل کتاب باشند اون اهل کتابی که افراد کردن و یا تفرید کردن اشاره فرمود به ادهی از پیروان موسی علیه و السلام و همچنین عیسی علیه و السلام و اونها رو خطاب قرار داد و برخی از عهد شکنی های اونها رو الله تعالی در آیات سیزده هم و چارده هم اشاره فرمود در ادامه الله متعال باز راه حلی برای بازگشت اونها مطرح فرمود حکمی داد بر کسانی که می ان الله و المسیح ابن مریم همینطور ادامه پیدا کرد این جریان تا الله متعال باز اشاره کرد به برخی از عهد شکنی های اونها در راه پیروی از پیامبران الهی به مانند موسی علیه السلام اون لحظه ای که به قوم خودش گفت داخل بشید به اون شهری که به شما وعده داده شده به اون شهر مقدس بیت المقدس و اونها سر باز زدن و نرفتن و الله متعال نتیجه این کوتاهی در راه جهاد رو مطرح فرمود که اونها سر سرنوشت اونها این گونه شد که به پریشانی و بر حال سرگردانی مبتلا شدن و ترک جهاد سبب شد تا اونها آواره بشن سرگردان بگردن چهل سال و در این چهل سال اونها از دنیا رفتن پیامبرانشون هم از دنیا رفتن و این مسیر همچنان ادامه پیدا کرد تا الله تعالی اشاره فرمود به داستان فرزندان آدم در راه دفاع از نفس در برابر ظالم که اگر انسان در برابر ظالمین از خودش دفاع نکنه کشته خواهد شد همین گونه ای که ترک جهاد سبب آوارگی و دگرگونی زندگی انسان و پریشانی می شد در داستان موسا در داستان فرزندان آدم علیه السلام و این نکته نافته بود که ترک مقاومت در برابر ظلم ظالم سبب از بین رفتن خواهد شد و همین گونه باز الله تعالی اشاره فرمود به موضوع مبارزه در برابر کسانی که ظلم کنند، دست درازی کنند به حقوق دیگران کسانی که گردن بگیر هستند دزدی کنند و اون کسانی که راه میبندن و حکم اونها رو صادر کرد در ادامه الله متعال باز به با اونها هم راه توبه رو آموخت و به اونها فرصت توبه داد و فرمود که اگر در آیه 35 اونها برگردند و به جهاد مشغول بشن به جای اینکه در راه دست یافتن به دین مار خودشون رو فدا بکنن جان خودشون رو فدا بکنن اگر اینها بیان و به الله تعالی تقوا پیشه بکنن و اینها وسیله رسیدن به الله تعالی که همون عبادت هاست و همون جهاد هست و همون توسط به امار صالح هست رو پیشی بگیرن زندگی اونها دگرگون خواهد شد و نجات خواهند یافت در ادامه باز الله تعالی موضوع راه زنان رو مطرح کرد و مبارزه با اونها رو و راه توبه با اونها رو نشون داد همچنین اون بحث رجم و کسانی که در مسئله زنا مخالفت میکردن با حکم الله تعالی و یا شاید ادهی قبل از اون در حکم قطع کردن دست دوزد هم مخالفت میکردن و یا کشتن راه زن و گردن بگیر و اعدام اونها الله مطال اشاره فرمود به اینکه این احکام تنها در قرآن کریم نیستن و اینها در تورات و انجیل هم بودند این احکام در آیات مختلفی ذکر گردید به اشاره شد به بحث قصاص در تورات و در انجیل و در سه آیه مختلف الله متعال باز اشاره فرمود در پایان آیات که اگر کسی حکم نکنه با آنچه آل الله تعالی نازل کرده کافر است ظالم است و فاسق است در ادامه الله تعالی قرآن رو قرآن رو بر تمام کتاب های دیگر برتری داد و تمام کننده و حجت نهایی الله تعالی بر دیگر اقوام و ادیان دانست و مؤمنین رو در آیات 51 به بعد از دوستی با کفار و مشرکین برحذر داشت از یهودیان و از مسیحیان و این کار رو ارتداد نامید و اشاره فرمود که اگر کسی مرتد بشه الله تعالی قومی رو برخواهد خواهد انگیخت کن قوم را الله تعالی دوست داره و اونها الله تعالی رو دوست دارن و به بارزه با مرتدین میپردازن و در طول تاریخ این گونه بوده و بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلام مستاق بارز این قوم محبوب درگاه الله تعالی ابو بکر صدیق و همراهان دیگرش از صحابه رسول صلی الله علیه و سلام بودند که با مرتدین جنگیدند و اونها رو از بین بردن الله تعالی در آیه 55 پنج اشاره پنج فرمود که دوستان شما دوستان خالص شما همون کسانی هستند که با مرتدین می جنگن، کسانی هستند که با کفار و مشرکین دوستی نمی کنن، کسانی هستند که حکم الله تعالی رو برپا می دارن کسانی هستند که متبعین حقیقی رسول صلی الله علیه و سلم هستند با توجه به سیاق و آیات قبل از اون در ادامه بار دیگر الله تعالی به خیانت های مسیحیان و یهودیان پرداخت همچنان این موضوع یهودیان و مسیحیان در سوری مبارکه مائده بسیار پررنگه و الله متعال در ادامه اشاره فرمود به بعض از خیانت های اونها و تهمت هایی که به الله تعالی زدن و الله تعالی رو متهم کردن که دست الله تعالی بسته است و خصیص و فقیر و الله تعالی باز بار دیگر در آیات 66 به بعد به اونها فرصت توبه داد که اگر برگردن توبه بکنن آنچه که در قرآن و تورات و انجیل هست اون رو برپا دارن به تورات حقیقی و انجیل واقعی ایمان بیارن که همون ایمان به رسول صلی الله علیه و رو در خودش نهفته داره اونها الله تعالی درهای رحمت خودش رو از آسمان و زمین بروی اونها باز خواهد کرد در آیه 67 الله تعالی امر به تبلیغ امری کرد که میخ آخر بر تابوت مسیحیان و یهودیان بود و آن امر به این بود که لست و معلا شما ای مسیحیان و یهودیان هیچ عددی نیستید مگر آن زمانی که تورات انجیل رو در زندگی خودتون بیایید و همین موضوع باز ادامه پیدا کردن آیات بعدی در صفحه 120 الله متعال در آیات 72 و 73 بار دیگر تکفیر کرد کسانی رو که میگفتن الله تعالی همون مسیح پسر مریم است یا کسانی که میگفتن الله تعالی یکی از سه خداست در ادامه الله تعالی خطاب به کسانی که بندگان الله تعالی رو در اونها غلو میکنند و مقام الوهیت میرسونند مورد سرزنش قرار داد در پایان جزء ششم الله متعال بار دیگر از خطر دوستی با یهودیان و مسیحیان سخن گفت و کسانی رو که با آنها دوستی میکنند از اسلام خارج دانست و آنها رو کافر دانست و اشاره فرمود که بدترین دشمنان امت اسلامی مشرکین هستند و یهودیان که همیشه این دو دستشون در یک کاسه بوده بر علیه امت اسلامی برخی از مسیحیان منصف را الله تعالی نزدیکترین نزدیک ترین غیر مسلمانان به مسلمانان نامید اون مسیحیانی که هرگاه قرآن کریم بر اونها تلاوت میشه چشمان اونها پر از اشک میشه به خاطر آنچه که از حق دریافتند ایمان میارن و میگویند چرا ایمان نیاریم به آن چیزی که از طرف الله تعالی به ما آمده است و ما امیدواریم که الله تعالی ما را در قوم صالحین داخل بکنه الله تعالی این عده رو تعریف و تمجید نمود و در ادامه الله تعالی بار دیگر در پایان سوره بعد از آن که من کرد انسان را از این مسلمانان از اینکه که وانند یهودیان و مسیحیان باشن موضوع مائده رو مطرح فرمود بحث سفره و آن چیزی که مسلمان ها نباید از پیش خود حلال و خدا رو حرام بکنن همون گونه که حق ندارن که حرام خدا رو حلال بکنن یکی از مواردی که سبب حرام شدن میشد قسم خوردن های بیجا بود و حکم قسم خوردن را مطرح کرد الله تعالی در آیات پایانی صفحه 122 در ادامه در آیه 90 به بعد الله متعال موضوع خمر موضوع نوشیدنی ها رو مطرح کرد اون چیزهایی که از نوشیدنی ها حرام هستند که در رس اونها شراب هست و موارد دیگری در کنار شراب ذکر شد تا اهمیت مسئله تحریم شراب رو مطرح بکن الله تعالی من جمله قمار و من جمله آن چیزی که نظر غیر الله تعالی میشه و بخت و آزمایی مطرح گشت در آیات مختلفی همچنان بار دیگر الله تعالی به آنچه که حرام شده بود بر مؤمنین در سفر حج اونها رو اشاره فرمود که شکار نباید بکنند شکار آنچه که در خشکی است احرام دارند کسانی که محرم هستند حق ندارند که احرام داشته باشند در حال احرام شکار بکنند و این شکار برای آنها حرام است البته استثناء 96 هم الله متعال ذکر فرمود و آن شکار آن چیزی است که در آب میزیند و همون آب زیان چه در نهرها و یا چه در دریا الله مطال این رو استثناء فرمود در آیه 97 بار دیگر کعبه درخشش پیدا کرد در آیه 97 کعبه بار دیگر نامی از کعبه ذکر شد بعد از این سفر طول و دراز از ابتدای سوره ماعده در بعد از 96 آیه 97 مین آیه در این سوره کعبه مطرح گشت تا بار دیگر حقانیت امت اسلام بر تمام ادیان آسمانی مطرح بشه و اینکه مؤمنین هستند که پیرو حقیقی ابراهیم علیه السلام هستند و موسی و عیسی چرا که کعبه رو دارند و کعبه یادآور تمام انبیای الهی است و در رأس همه اونها ابراهیم خلیل الله که ابراهیم خلیل الله بانی کعبه است و مراسم حج رو اون پایگذاری کرده و اگر کسی متبع حقیقی ابراهیم هست چه مسیحیانی که مدعی بودند و چه یهودیانی که مدعی بودند در آیات سوره مبارکه آل عمران ما در آیات 65 و 66 به بعد ما این ادعا رو از طرف یهود مسیحیان داشتیم که اونها خودشون رو اونها به این ادعا بودن که ابراهیم مسیحی بوده و یا ابراهیم یهودی بوده و میدونیم که حضرت ابراهیم در تمام ادیان آسمانی مورد تمجید و احترام قرار میگیره الله متعال در آیه 97 اشاره فرمود که این کعبه مال مسلمان هاست و دیگه هیچ دلیلی باقی نمیمونه برای حقانیت غیر مسلمین بنابراین اینکه کعبه به سند برتری و حقانیت مسلمین در آیه 97 مطرح شد و الله تعالی قیام جامعه انسانی را و چه بسا جام... کل کره زمین را الله تعالی قیامش رو به کعبه دانست کعبه قلب تپنده کره زمین است امروز ان الله در ادامه این آیات به همراه شما عزیزان در آیه 100 آخرین آیه که در برنامه گذشته تلاوت شد الله تعالی اشاره فرمود که ای پیامبر ما بگو که بدی ها و خوبی بگو که ناپاکی با پاکی برابر نیست هرچند که ناپاکی ها بسیار زیاد باشند و کسرت ناپاکی شما رو به شگفت آورده باشه هرچند که انسان های ناپاک انسان هایی که مسلمان نیستند جمعیتشون بیشتر باشه اما دلیل بر بهتری بودن، بهتر بودن اونها نیست پس ای صاحبان خرد تقوا پیشه کنید فتق الله یا اول پس ای صاحبان خرد تقوا پیشه کنید تا الله تعالی شما رو به رستگاری برسونه لعلکم تفلحون تقوا سبب زیرکی میشه تقوا به انسان مغز انسان رو خرد انسان رو تقویت میکنه در سوره مبارکه انفال هم ما شبیه همین محتوا رو داریم که کسانی که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان در آیه 29 سوره مائده کران پر الله تعالی میفهمد ای مؤمنین اگر تقوا پیشه کنید الله تعالی برای شما فرقان قرار میدهد راه تشخیص حق از باطل در همین آیه آیه 100 هم این نکته ظریف نهفته است فتقوا الله یا اول الالباب لعلکم تفلحون کسانی که تقوا پیش می کنند صاحبان خرد خواهند شد و صاحبان خرد فرقان به اونها داده میشه و این فرقان سبب میشه که خبیس رو از طیب ناپاکی رو از پاکی بدی رو از خوبی تشخیص بدن و به خاطر اینکه تشخیص میدن از اون جایی که مرد عمل هستند به فلاح میرسند علکم تفلحون در ادامه الله تعالی در آیه 101 فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين امنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم ای کسانی که ایمان اید یا ایها الذين امن لا تسألوا سوال نپرسید لا تسألوا سوال نکنید عن اشیاء از آن چیزهایی که ان تبدلكم اگر تبد آشکار گردد لکم برای شما تسؤكم شما را ناراحت می سازد در این آیه الله متعال خطاب به مؤمنین اونها رو در زمان نزول قرآن کریم من کرد از پرسش بعضی از مواردی که نیاز نبود صحابه از اونجایی که بسیار شوق داشتن و اشتیاق داشتن در راه تعلیم معارف دینی و از وجود نازنین رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن بیشتر استفاده بکنن سوالهای زیادی رو میپرسیدن چه بسا سوالهایی که برخی از اوقات بیم این میرفت که این سوال ها سبب بشه که یک حکمی سختی بر مؤمنین بیاد مثلا سوال زیاد پرسیدن در داستان گاو یا همون داستان بقره در سوری بقره وقتی که الله متعال از قوم موسی علیه السلام اون قومی از بنی اسرائیل که تقاضای گاو به قتلی صورت گرفت حضرت موسی علیه و السلام فرمود که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره اونها گفتن در آیه 67 ما تتخذون هزوا آیا ما رو مسخره میکنیم موسی بعد حضرت موسی فرمود من پناه میبرم به الله تعالی از اینکه جاه... از جاهلین باشم در ادامه گفتن که چگونه گاوی باشه هی سوال کردم قالوا یا موسى ادع لنا ما هي ان البقره تشابه علينا قالوا يا موسى ادع ما لونها قالوا یا موسى ادع لنا ماهی هین سوال پرسیدن هی سوال پرسیدن الله تعالی فرموده بود که گاوی رو برید بکشید و تیکی از گوشتشو بزنید به اون جنازه باز زنده میشه میگه قاتل من کی هست اینا هی سوال پرسیدن که خب این گاوه رنگش چی باشه این گاوه چه شکلی باشه اول گفتن چه شکلی باشه حضرت موسی فرمود نه پیر باشه نه جوان باشه یکی میانه بر انتخاب کنید بعد دوباره پرسیدن خب رنگش چی باشه باز حکم سخت‌تر شد رنگش حتما باید زردی باشه که چشم نواز باشه بعد دوباره اومدن پرسیدن که هنوز برای ما مشابه هنوز برای ما حل نشده این مسئله هنوز باز بیشتر توضیح بده hey, سآل به هی سوال پرسیدن هی مسله مسئله سختتر شده هی hey, مساله مسئله استفاده بیشتری ذکر شد و اگر به همون ابتدا به همون مسئله گاب اکتفا میکنن هر گاوی که بود انجام میشد در احکام شرعی هم وقتی که جای حکم شرعی نازل شده نیازی نیست انسان در تمام جزئیاتش بیاد و سوال بپرس همون حکم کلی که نازل شده بره و انجام بده این حکم این مسئله بود که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم از صحابه وقتی که این مسئله رو داشتن انجام میدادن هی سوال های مختلفی پرسیده میشد یا احیانا بعضی وقت بعضی وقتها ها میپرسیدن که هیچ نیازی هم نبود به پرسیدنش مثلا صحابی می میگفت که یا رسول الله بابای من کی خب این سوال سوالی نیست که انسان انسان در جمعی بخواد بپرسه اون هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که از طریق وحی آگاه میشه برخی از سوالها از طریق وحی آگاه میشد و پاسخ اون رو دریافت میکرد و میگفت حالا اگر مثلا همین شخصی که میومد و میپرسید که پدر من کی هست جوابی به اون داده میشد که باب تبعش نبود ناراحت میشد الله متعال من کرد مسلمین رو از این گونه سوال ها در زمان رسول صلی الله علیه و و, اللہ و در زمان ما هم هست یعنی سوال هایی هست بعضی وقتا پرسیده میشه که اصلا دانستنش یا ندانستنش هیچ تأثیری در ایمان ما در عبادت های ما در کارهای ما نداره سگ اصحاب کف چرنگی بوده نمیدونم کشتی حضرت نو چند متر بوده یا امثال این سوال های عجیب و غریب مثل این که هیچ تأثیری در ایمان ما نداره حالا بدونیم که چرنگی بوده ندونیم که رنگی بوده چه جنسی بوده چی کار بوده چی کار نبوده هیچ تأثیری در ایمان هم نداره و سوال هایی است که از اینها باید پرهیز کرد سوالی که هیچ تأثیری و هیچ سودی بر انسان نداره البته جایی که انسان در مسائل فقهی نمیدونه که مسئله فقهی حکمش چی هست باید بپرسه فسلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر شما در مسئله فتوای شرعی انسان مسئله مرتبط به عبادات هست، مرتبط به نماز مرتبط به روزه است مرتبط به زکات مرتبط به مسائل خانوادگی طلاق و ازدواج هست و معاملات هست یا معاشرات هست حکم شرعیش رو انسان نمیدونه وظیفه این انسان هست که بپرس اما سوال هایی رو که نیازه نیست و هیچ تأثیری در زندگیش هم نداره هیچ تأثیری در ایمانش هم نداره هیچ تأثیری در عبادات و معاملات و معاشراتش نداره نیازه نیست که پرسیده بشه در ادامه الله اطراف هم بود و این تسالو انها و اگر از اونها و اگر سوال میکنید از اونها از این اشیا هینا نازل القرآن و اون لحظه ای که قرآن نازل میشه توب دلکان برای شما آشکار خواهد شد اگر درباره احکامی که از قرآن نازل میشه قرآن درباره یک حکمی،, حکمی نازل شده بود مثلا یک مسئله فقهی یک مسئله ای رو مطرح میکرد که خود اون مسئله در همون مسئله احیانا سوالی برای کسی بود الله تعالی میفهمد اگر همون موقع درباره یک از احکام مسئله برای شما پیش اومد حکمت هاش یا برخی از زوایاش برای شما مشخص نیست نمیدونید که چطور عملش کنید و اجراش بکنید اون رو میتونید بپرسید از پیمبرتون و براتون آشکار خواهد شد اما در غیر از این موارد مواردی که الله تعالی سخن نگفته اونها رو به خاطر آسانگیری بر شما نگفته شما هم نپرسید اف الله عنها اف الله انها، اف الله در کرده است اف الله گذشت کرده است بخشیده است انسان الله تعالی از اونها اف الله عنها الله تعالی در گذر شده از اونها از اون مسائلی که مطرح نشده در قرآن و یا حدیث ما میدونیم مثلا در بحث در بحث معاملات هر هل معامله حلال مگر اون ای که در قرآن حدیث حرام شده باشه و در بحث معاشرات همچین قواعد قاعده رو ما داریم یا در بحث آن چیزی که از خوردنی ها هست خوردنی ها ما چه میوه های رو بخوریم اون مثال برخی از چه گوشت هایی رو بخوریم چه گوشت هایی رو نخوریم اون چیزی که حرام شده در قرآن این حرام است غیر از این هر چیزی که هست حلال باقی میمونه آن چیزی که در قرآن حدیث حرام شده حرام است بغیر از اون هر چیزی که هست حلال البته در زمان رسول صلی الله و علیه و سلم این بیم میرفت که مثلا حکم سوال بشه و تحریم بشه اما خب بعد از اون میدونیم که حلال دیگه همون چیزی است که پیامبر قرآن و پیامبر حلال کردن چیز جدیدی حلال نخواهد شد از اون چیزی که حرام شده و حرام همون چیزی که حرام شده همون چیز حرام باقی هنمون و ضوابط اصلی و قواعد کلی در قرآن حدیث هست به همون گونه باقی خواهد ماند والله غفور حلیم و الله تعالی بسیار بخشنده است و حلیم بسیار برد باره حلیم از حلم گرفته میشه یعنی بسیار برد بار قد سألها قوم من قبلكم به تحقیق قطعا سألها پرسیدند از آنها قوم قومی من قبلكم قبل از شما فعل وقتی که بعدش فایلش بیاد همیشه مفرد بکار میده ولی اینکه فایلش چند باشه قد سألها سأله اینجا مفرد بکار رفته چون فایل بعدش ذکر شده قد سألها قوم قوم فایل سأله است قد سألها قوم من قبلكم از پرسیدن از آنها قومی قبل از شما ثم اصبحوا بها کافرین سپس شدند اصبحوا شدند بها با آن حکم کافرین کافران کف کردن من حکم قبل از شما هم اقوامی بودن سوال های زیادی پرسیدن احکام زیادی رو خواستن احکام بر اونها نازل شد سخگیری ها بر اونها بیشتر شد و بعدش سرباز زدن نتونستن از عهده اون حکم بر و کفر کردن به اون حکم و نپذیرفتن شما بر حذر باشید مؤمنین ای صحابه پنبر از اینکه این گونه سوال هایی رو شما بپرسید در ادامه الله تعالی حال یک سری احکامی رو خود مؤمنین و مسلمین بعضی از صحابه میپرسیدن که الله تعالی اونها رو من کرد الله تعالی در ادامه اشاره میفهمد به موضوعاتی که حالا اونها اصلش جای سوال داره در عبادت هایی که قبلا بوده آن چیزی که قبلا به اسم عبادت و تقرب در جامعه عرب بود و اونها باب شده بود و اونها رو باید میپرسیدن الله تعالی اینجا اشاره میکنه خود الله تعالی به موضوعاتی که موضوعات بسیار مهمی هستند تا اشاره به این باشه که انسان در عبادت ها ما یک قاعده کلی داریم در بحث عبادت ها که عبادت ها توقیفی هستند یعنی اینکه هیچ عبادتی عبادت محسوب نخواهد شد یعنی ما اجازه انجام هیچ عبادتی رو به عنوان عبادت به عنوان تقرب به پیش الله تعالی نداریم مگر آن چیزی که در قرآن و در سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم انجام ثابت شده به همون شکل به همون کیفیت و اگر بحث عدد هست با همون عدد اگر بحث زمان مطرح شده در همون زمان اگر بحث مکان هست در همون مکان و این عبادت ها توقیفی هستند عبادت ها هم کیفیتش توقیفی است هم, هم کمیتش توقیفی است همون عبادت هایی که زمان خاص داره زمانش توقیفی است همون عبادت هایی که مکان خاص داره مکانش توقیفی است مثلا بحث وقوف در صحرای عرفات مکان خاصی داره تواف مکان خاصی داره فقط دور کعبه است هیچ جای دیگه تغییر از کعبه مکان تواف نیست هیچ جای دیگه بجز روز عرفه و صحرای عرفات محل وقوف عرفات نیست بعضی عبادت ها زمان خاص دارن مکان خاص دارن یا عدد ذکر میشه در برخی از عبادت ها مثلا مثل تعداد رکعت های نماز یا امثال اینها اینو توقیفی هستن در اینها انسان حق نداره از پیش خودش اجتهاد بکنه و از پیش خودش چیزهایی رو اضافه بکنه و پس در مسئله عبادت ها توقیفیه و ما باید ببینیم که آیا قرآن حدیث ما اجازه دادن یا نه و هر اون چیزی که به اسم عبادت به ما آبا و اجداد ما یاد دادن و اون چیزی که ما احساس میکنیم عبادت هست مخصوصا آن چیزی که بحث های مثل نظر و نزورات مطرح میشه ما باید در این مسائل سوال بکنیم در این مسائل باید بیان سوال بکنیم آیا این ثابت هست یا نه این ثابت هست این عبادتی که ما انجام میدیم این یک ریشه شرعی داره یا نداره این موارد رو سوال بکنید مؤمنین بیه تو این مسائل این مسائل رو سوال بکنید این کارهای این آداب و رسوم عرفهای غلطی که بین شما هست اینجوری دارید انجام میدید به نیت عبادت آیا اینو ثبوتی داره یا نداره ما الله در ادام الله تعالی میفرماید ما الله من بحیرت ولا سائبت ولا وصیرت ولا حامن، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب در این آیه الله تعالی اشاره میفرماید برخیال آنچه از بدعتهایی که در زمان جاهلیت بود که اینها برخی از حیوانات رو می اومدن برخی از حیوانات رو از شطور یا از گوسفندان و بزها اینها می اومدن چیکار میکردن اینها رو در برخی شرایط خاص در برخی شرایط خاص اینها رو گوش اینها رو زخمی میکردن یا علامتی روی اینها میگذاشتن قلاده به اینها مینداختن و این رو ول میکردن و این نشان از این داشت که این نظر بتان شده و منو نذر کردن برای اون بوتها. اون بتا هم که در میدونیم که اون مجسمه اولیاء اللهی بودن که اینها نمادی از توسل بون اولیاء الله بودن اما که الله تعالی اشاره بفرماد که ما نعبده هم الا لیوقربون الى الله زلفا و ما اینها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه که ما رو به الله تعالی نزدیک بکنن مجسمه های لات و بل همین لات و بل اینها اولیاء الله بودن که بعد زفات اونها مجسمه های بیاد اونها ساخته شد و می رفتن پیش اون مجسمه نظر و نذورات می کرن. از اون می به این امید که ها اولایشو پا عند الله اینها میرن پیش الله تعالی مقرب هستن و شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن امروز مجسمه ها تبدیل شده به قبر و هیچ فرقی نمیکنه همون مجسمه که ایستاده بود الان دراست کشیده رفته زیر یک سنگ و اینها این حیوانات رو نظر میکردن و به حال میگفتن اینا کسی حق نداره از شیر اینا استفاده بکنه سوار بشه بر اینها و در هر چراگاهی وارد میشد کسی من نمیکرد و از هر آبی که میخواستن استفاده بکنن کسی مانع اونها نمیشد اینها رو نزد کرده بودن برای غیر الله الله تعالی فرمود که ما جعل الله قرار نداده است ما جعل الله ما جعل قرار نداده الله من بحیرت بحیره رو و نه صاحبه رو و نه وسیله رو و نه رو در تعبیر در ترجمه بحیره صاحبه وسیله و در این چهار کلمه تعبیرات مختلفی تفسیرات مختلفی بین مفاصل ذکر میشه یک نمونهش مثلا بحیره بحیره حیوان شطوری که گوش اون رو میبریدن و ولش میکردن در بیابانها اینو نزد کرده بودن سائبه رو گفته میشه یک از ترجمه ها اینه که سائبه اون شطوری بود که کسی در سفر وقتی از سفر برمیگشت نزد میکرد که اگر سالم برگرم این شطور رو من نزد میکنم و رها میکنم وسیله به شتر یا گوسفند و بزی گفته می که دو شکم پشت سر هم به سرا حیوان ماده می زایید و دو غلو می زایید و اون رو نه خود به خود قانون بود که اگر همچنین اتفاق افتاد این باید نزد بشه یا اینکه که وسیله همچنین گفته میشه که اگر یک حیوانی از بز شتر و یا گوسفند می اومد و دو غلو می زایید و یکی از اون دو غل به اصطلاح گوسفند ماده می بود اون بره ماده رو خود به خود اتوماتیک بار باید نظر میکردن و راها میکردن و هام هم گفته میشه که یک از ترجمه های هام اینه که این هام شطوری بود که اگر ده شکم پشت سر هم میزایید اون موقع این شطور رو اینها نظر میکردن بعد از ده بار وضع هم و تعبیر مختلف دیگری هم در ترجمه ها برای اینها ذکر شده حالا مهم این هست که این شکل کار مهم است حالا اسم و اینکه حالا چه موضوعی بود مهم اینه که یک سری از حیوانات یک سری از حیوانات در شرایطی خاص نظر می شدن برای غیر الله این رو الله تعالی هم بود هرگز الله تعالی همچین چیزهایی رو اجازه نداده به شما انسانها که یعنی این رو عبادت همچین عبادتی رو الله تعالی اجازه نداده عبادت خاص الله تعالی است و میدونیم که هر عبادتی فقط باید برای الله تعالی انجام بشه چرا که اونه که معبود حقیقی است و یگانه معبود بر حق و الله تعالی اشاره فرمود که من همچین نظر نزوراتی رو اجازه ندادم به کسی اینها خود ساخته این ساخته خود شماست این از کجا اومده ولکن الذین رو، اما کسانی که ولکن کسانی که کافر شدن یفترون افترا می بندن علی الله بر الله تعالی الکذب به دروغ اینها به دروغ را نسبت میدن بر الله تعالی افترای دروغ میبندن بر الله تعالی اینها از پیش خودشون اینها به دروغ میگن که اینها نظر الله تعالی است اینها ما رو به الله تعالی نزدیک میکنند این نظرهایی که پیش غیر الله میکنیم این نظر سبب نزدیکی ما نزد الله تعالی میشه کل هدف همینه گفتن ما نعبدهم الا لیو الی الله ظلفه. ما این بتها رو این مجسمه اولیاء الله رو ما اینها رو وسیله ای میدانیم تا ارواح اون بزرگان برن پیش الله تعالی شفاعت ما رو بکنن و الله تعالی این رو رد فرمود و گفت هرگز من من همچین چیزی رو به اینها اجازه ندادم و قرار ندادم و این دروغی است که اونها در برابر ملک در برابر ملک آسمان و زمین در برابر یگان پادشاه مطلق آسمان ها و زمین که الله تعالی است قرار دادن ولا و اکثرهم لا, و اکثر لا ولی اکثر اینها و بسیاری از اینها هم لا عقل خود رو به کار نمی اندازند یکی از مشکلاتی که همیشه مبتلایان به شرک درگیرن باش اینه که به خودشون این زحمت فکر کردن نمیدن یعنی فکر زحمت نمیکشن بیان بشینن یه گوشه یه کمی فکر بکنن یه کمی تدبر بکنن یه کمی دو دو تا چهار تا بکنن یه کمی سبک سنگین کنن موضوع رو مسئله رو آقا این به نفع من هست به نفع من نیست میشه این کار رو کرد یا نمیشه این کار رو کرد اینها از نعمت عقل بی بهره اینها حاضر نیستن که تفکر بکنن تدبر بکنن بیاندیشن چرا که اینها چرا که اینها دلخوشن به این که آقا ما به دنیا آمدیم اینجوری بودیم آبا و اجداد ما همینطوری بودن پدر و مادر ما همینجوری بودن نسل اندر نسل ما اینطوری بودیم و چون اینطوری بودیم انگار که مثل برخی از خواست ژنتیکی که انسان ارث میبره از طریق کروموزوم ها از پدر و مادرش انگار دین هم همین جوری بعد اینم اس برای دیگه هر چی که اون داشت منم همون رو باید داشته باشم هر فعلی رو که اون داشت منم باید داشته باشم و هیچ اختیاری از خودم ندارم که دیگه چیکارش کنم بوده دیگه همین جوری ذات ما اینجوری بوده دیگه ژنتیکی همین جوری ما اومدیم دیگه اگر هر چی اون داشته ما هم داشتیم نه این از اون موارد یک انسان باید سرنوشت انسان در همین موارد مواردی که بحث اعتقاد بحث دین مسئله یه که انسان خودش باید تصمیم بگیره چون پدر و مادر من این کارو کردن چون و اجداد من اینجوری بودن پس من همین کار میکنم این دلیل معقولی نخواهد بود و این دلیل پذیرفته این از در الله تعالی در روز قیامت نیست الله تعالی در آیه بعدی به مورد اشاره که اصل موضوع مشکل اینها چیه اینه در آیه چون الله تعالی و ایدان قیل لهم و انگامی که این, این مبتلایان به شرک گفته میشه مبتلایان به نظر غیر الله گفته میشه تعالو بیایید تعالو بیایید الا به سوی ما انزل الله به سوی آنچه که الله تعالی نازل کرده به سوی قرآن آقا بیایید قرآن بخونید آقا قرآن تدبر کنید آقا آیات و قرآن رو بررسی کنید آقا کمی فکر کنید در آیات و قرآنی و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول وقتی گفته میشه با اونها بیاید به سمت الله تعالی اون چیزی که الله نازل کرده قرآن و الى الرسول بیاید به سمت پیامبر بیاید ببینید سنت پیامبر چی میگن. بیاید ببینید اون چیزی که از پیامبر ثابت شده زندگی پیامبر چی بوده عقیده پیامبر چی بوده چی میگن قالو میگوین حسبنا حسبنا کافی است برای ما ما وجدنا آنچه که یافته ایم علیه بر آن آبا آبا و اجداد خودمون رو همون چیزی که پدر و مادرمون انجام داده برای ما همون کافیه بابای من توی دهه محرم به سر و مغزش میکوبید منم باید بکوبم بابای من میگفت یا فلان مدد یا فلان ولی یا فلان نبی یا فلان امام یا فلان امامزاده یا فلان آقازاده یا فلان سید زاده منم بچه اونم دیگه منم فرزند اونم باید این کارو انجام بدم چرا؟ چون آبا اجداد من همینجوری بودن دیگه مثلا کلا من ارسن اینجوری من توی خانواده ای به دنیا که اعتقادشون اینه چون من جز اون خانواده پس اعتقاد منم اینه این مشکل اصلی این هست این مشکل اصلی این عده است که حاضر نیستن دست بردارن از آن اشتباهاتی که آبا و اجداد مرتکب شدن در ادامه الله تعالی می اولو کان ابا او اگر ولو اینکه ولو که اولو کان اگر بوده باشند آبا اهم پدران و آبا اجداد اونها این گونه بوده باشند که لا یعلمون شیئا نمیدانستند چیزی رو لا یعلمون اینجا چون کان اومده قبلش به معنای ماضی استمراری استفاده میشه الا کان, اولو کان اهم لا یعلمون شیئا اگر ولو اینکه پدران اونها با اجداد اونها چیزی را نمیدانستند ولا یحتدون و اگر اونها ندانسته باشند و اگر اونها هدایت نشده باشند ولو این که اونها ندانسته باشند به هدایت نشده باشند هم باز شما میکنید از اونها این خطابی است به اون ادعی که هنوز ذره ای از عقل و خرد در وجود اون هست این خطاب خطاب به کسانی است که هنوز یک مقداری از عقلشون باقی است و در آیه قبلی پایان آیه فرمود اکثر لا عقلون، این عقل رو به کار نمیندازن خیلی هایی که درگیرن اگر این عقل انسان به کار به بنازه تضادها مشخصه این هم آیات صریح ببینید چقدر در این سوره چقدر در این سوره تاکید هست روی جر جریان مسیحیت و یهودیت و در جریان حضرت ایسا چند بار در سوره مبارکه آل عمران چقدر در این باب صحبت شد در این سوره الان دوباره باز در صفحه بعد ان بیشتر راجع صحبت میکنیم دوباره در دو صفحه آخر سوره مبارکه مائده بحث عیسی و اقوامش مطرح میشه اگر م... چون مسیحیان بت پرست نبودند مسیحیان شخصیت پرست بودند هنوز که هنوز مسیحیان بوت نمیپرستن شخصیت میپرستن اولیای خدا رو میپرستن مگر حضرت عیسی بوت مگر حضرت مریم بوت مگر جبرئیل علیه السلام بت مگر اینها بت بودن که میگیم هی من دون الله بوت بت بعضی بت میپرستن به قول استاد جناب حضرت علامه تفسیر مولانا نعمت الله توحیدی رو خدا رحمت بکنه میشه میفرمود که اینها هی اصرار دارن من رو هی ترجمه میکنن بوت 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 بوت. و هی ای بوت بوت میکنن تا این بحث غیر الله رو بیان به تحریف بکنن آیات غیر الله شخصیت پرستی یعنی شرک بین خود و الله یکی از اولیای خدا رو واسطه کردن در آن چیزی که فرا از فراتر از هیته اختیارات یک انسانه انسانی که از دنیا رفته و نمیشنوه صداها رو ولو سمع او مستجاب لکم به فرض محال اگر بشنوه نمیتونه استجابت بکنه کسانی که خودشون کشته شدن سرشون بریده شد دستهاشون بریده شد تشن لب از دنیا رفتن بنا به ادعای خودتون و کسانی که اینها نتونستن از خاندان خودشون حفاظت بکنن چطور اختیار عالم به دست اینهاست چطور اینها به دیگران کمک میکنن عیسایی که بنا به اعتقاد باطل مسیحیت به صلیب کشیده شد و کشته شد در حالی که کشته نشد با آسمان رفت چگونه میتونه خدا باشه وقتی خودش کشته میشه وقتی خودش نمیتونه از خودش دفاع بکنه جریان عیسی علیه السلام به خاطر این ذکر میشه چون نمونه های فراوانی در طول تاریخ از عیسی علیه السلام مورد سوء استفاده قرار میگیره کسانی که با, با مظلومیت بسیار از انبیا کشته شدن بسیار از اولیا کشته شدن خودشونو نتونستن نجات بدن فرزندان خودشون رو نتونستن نجات بدن یاران خودشون رو نتونستن نجات بدن چگونه میتونن بقیه رو نجات بدن در ادامه الله متعال در آیه 105 فرمود یا ايها الذين امنوا ای کسانی ای که ایمان آورده اید علیکم انفسکم معذب خودتون باشید به خودتون علیکم بر شماست انفسکم ها نفس های خودتون معظم خودتون باشید شما رو تو قبر خودتون میگذارن نه کسی مسئول اعمال خودشه اعتقاد خودش باور خودش اینکه آبا و اجداد شما دین دیگری داشتن آبا اجداد شما مذهب دیگری داشتن آبا اجداد شما اعتقاد دیگری داشتن شما کاری به اونها نداشته باشید به فکر خودتون باشید به فکر خودتون باشید خودتون راهتون انتخاب کنید خودتون مسیرتون رو انتخاب کنید که اگر این طور شد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اون موقع اگر شما اگر شما هدایت بشید اگر شما راه خودتون رو انتخاب کردید هدایت شدید لا یضرکم اون موقع شما رو کسی ضرر نمیزنه اون موقع شما رو کسی نمیتونه از راه بیرون بکنه هنگامی که هدایت بشید بعضی وقتها یکی از دغدغه هایی که بعضی از محتدین عزیز دارن اینه که خب خانواده چکار کنیم ما اگر دست برداریم از اون اعتقاد از اون باور از اون خرافات تنها میمونیم مشکلات برای ما ایجاد میشه الله تعالی میفهمد که علیکم انفسکم شما مواظب خودتون باشید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم به شما ضرری نمیرسونن نمیتونن گمراه بکنن شما رو کسانی که گمراه شدن لا یضر رکم زرر نمی رسونن به شما من ظل اون کسی که گمراه شده اذا اون لحظه که شما هدایت بشید چه موقع انسان هدایت میشه؟ در سوره مبارکه عراف های 158 الله مطال بعد از آن که رسول صلی الله علیه و سلم رو به عنوان پیامبر کل کره زمین و پیامبر کل جامعه انسانی معرفی می‌فرماید در پایان آیه می‌فرماید و لعلکم تهتدون از او یعنی محمد صلی الله علیه و سلم اتباع کنید متبع اون باشید تا باشد که هدایت گردید هدایت وقتی ایجاد میشه انسان وقتی به هدایت میرسه که متبع سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه و در راه اتباع سنت یقینا اتباع از قرآن هم نهفته است چون سنت شرح قرآن کریم است به همجوری که الله تعالی می فهمد که من زن الی لتبین ذکر ما نزل الیهم ما قران را برتون نازل کردیم ای پیام ما تا برای انسان ها بیان داری آنچرا که برای اونها نازل شده سنت پیامبر بر صلی الله علیه و سلم شرح آن چیزی است که الله تعالی در قرآنش نازل کرده. و تبعوه لعلکم تهتدون در آیه 158 پایان آیه 158 سوره اعراف الله تعالی میفهمد کسانی هدایت میشوند که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم است در این آیه, آیه پنج فرمود که لا یضرکم من ضل اذا تديتم". ای کسانی که ایمان آوردید مواظب خودتون باشید اگر شما رو ضرر نخواهد رسون کسانی که گمراه شدن هر کسی که گمراه بشه اذا تدیتم وقتی که شما هدایت بشید وقتی که هدایت شدید دیگه کسی نمیتونه به شما ضرری برسونه این هدایت شدن به چه معنی است این معنی نیست که انسان علیکم ان یعنی اینکه فقط سرش طولاک خودش باشه و به دوربریا کاری نداشته باشه نه امر معروفی بکنه نه نهی نه از منکری بکنه بگن موسی به دین خود عیسی به دین خود نه این معنا این مفهوم نیست مفهوم این نیست مفهومش اینه که اگر شما هدایت شدید که گفتیم هدایت رو هم خود قرآن دوباره توضیح میده قرآن رو با قرآن باید تفسیر بکنیم یا با قول صحیح رسول صلی الله علیه و سلم ما قرآن رو در جای دیگری این آیه رو الله تعالی تفسیر می‌فرماید که هدایت شدگان کسانی هستند که پیرو سنت هستند و در سنت و خود قرآن کریم و آیات فراوانی درباره امر معروف و نهی از منکر دارد وقتی انسان پایبند به سنت باشه متبع سنت باشه که یقینا متبع قرآن هم خواهد بود وقتی که متبع سنت باشه متبع قرآن هم خواهد بود این انسان اون موقع هدایت شده و چون هدایت شده دیگه خیالش جمع که این انسان ایمانش محفوظ هست این انسان اعتقادش محفوظ است این انسان بله مشکلات جسمی است به این معنا نیست که هیچ مصیبتی برای انسان نمیرسه نه این معناش این نیست که شما دیگه خیالتون جمع باشه نه کسی شما رو تهدید میکنه نه کسی شما رو میزنه نه کسی شما رو میاد آزار میده نه این این که شما وقتی که خودتون هدایت شدید ایمان شما محفوظ اعتقاد شما محفوظ باور شما محفوظ پرونده اعمال شما محفوظ قیامت شما لا علیهم ولا هم یحزنون در روز قیامت شما محفوظ میمانید <سؤال> يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن إل الله مرجعكم جميعا بِسُوِيَ الله تعالى بازگشت همه شماست مرجعكم بازگشت شما جميعا همه شما تأكيد بَرْكُمْ ان الله مرجعكم جميعا فراموش نکنید که روز قیامت پیش الله تعالی همه شما برمیگردید و موقع بعد هر کسی حساب کتاب خودش رو پس بده موقع شما کسی نمیپذیره بگید بابام اینجوری بود مادرم اینجوری بود حاج آقا اینجوری بود با بزرگم اینجوری بود آبا اینجوری بودن ما چون توی مدرسه به دنیا اومده بودیم چون توی مدرسه بزرگ شدیم چون تو فلان منطقه به دنیا اومدیم چون تو فلان امامزاده و آقازاده و بارگاه به دنیا اومدیم هیچ کی این از شما نمیپذیرند ان الله مرجعكم جميعا فیونبئکم بما کنتم تعملون و پس یونبئکم خبر میدهد نبع یعنی خبر فیونبئکم آگاه می سازد. الله تعالی شما رو ما کنتم به آن چیزی که کنتم تعملون انجام میدادید به آن چیزی که کنتم بودی تعملون انجام دهندگان آن به آن چیزی که شما انجام میدادید الله تعالی شما رو آگاه خواهد کرد بعد از این که الله تعالی در این آیه اشاره فرمود به موضوع بازگشت به سمت الله تعالی گویی اشاره لطیفی است به لحظه مرگ به لحظه از دنیا رفتن به لحظه اون لحظه ای که انسان باید بار سفر ببنده و از این دنیا بره تا اون چیزی رو که انجام داده آگاه بشه تا به سمت الله تعالی مرجعش تا به سمت الله تعالی بازگشتش صورت بگیره به همین خاطر الله تعالی باز اینجا در خلال این موضوعات حکم زیبایی رو حکم لطیفی رو درباره وصیت نامه در داخل زمین قبل از رفتن به آخرت در قبل از رسیدن مرگ حکمی رو اینجا الله متعال خطاب به مؤمنین نازل فرمود یا ایها الذين و ای کسانی که ایمان آورده اید شهادت و بینکم گواهی در بین شما ها گواهانی بین شما گواه بگیرید بین خودتون اذا حاضر آن لحظه ای که حاضر شد فرا رسید احدکم یکی از شما را الموت مرگ به سراغ شما رسید اذا احدکم الموت وقتی که مرگ به سراغ شما آمد حین الوصیه در لحظه وصیت اثنان ذوا عدل منکم در اون لحظه دو تا دو نفر رو شما شاهد بگیرید ذوا عدل منکم دو نفری که اهل عدالت باشن و عدل دو نفری که عادل باشن از شما ای کسانی که ایمان آوردید اون لحظه ای که مرگ شما فرا میرسه و میخواید وصیت بکنین دو نفر شاهد عادل از بین خودتون بگیرید او آخران من غیرکم حالا اومدیم و دو تا مسلمان پیدا نکردید تو سفر هستید دو نفر غیر از خودتون او آخرانی یا آخر به معنای دیگری آخران دو نفر دیگر آخران دو تا دیگه من غیرکم دو نفر از غیر خودتون یعنی غیر مسلمان ان انتم اگر شما ضربتم فی فل الارض ضربتم وقتی که بعدش فعل ضربتم وقتی که بعدش فی میاد به معنای سفر هست در آیه سوره مبارکه نسا هم آیه 94 و آیه 101 ما این تعبیر رو داشتیم ضربتون وقتی که به همراه فی میاد به معنای سفر هست یا ایوه الذین امنو اذا ضربتون فی سبیل الله فتبینو در آیه 92 چهار مبارکه نسا داشتیم در آیه 101 هم داشتیم و اذا ضربتون فی الارض در اونجا باز درباره بحث نماز که کم میشد وقتی که ضربتون با فی میاد به معنای سفر هست او آخران من غیرکم یا دو نفر از غیر خودتون این انتم ضربتون فی وقتی که شما سفر میکنید در زمین فاصابت کن پس به شما میرسد مصیبت الموت مصیبت مرگ وقتی که مصیبت مرگ به سراغ شما بیاد یا دو نفر از خودتون عادل باشین و دو نفر از غیر خودتون رو شاهد بگیرید بر اون چیزی که وصیت میکنید وصیت نامه خودتون رو چرا که بعضی وقتها در سفر انسان شاید کسی دیگه ای نیست و یک وصیت نامه رو میخواد بنویسه و حالا به خاطر اینکه ثابت بشه این وصیت نامه مال این میت است اون که داره میره از دنیا دیگه فقط یک کاغذ میمونه چطور گواه بدن که این دو تا کاغذ این هم وصیت نامه میت هست دو تا شاهد باشن که این در حضور اونها بنویسه و این رو بده دست اینا که ببره برسونه به خانواده میت و به وارثین و بر حال اون باقی مسئله مرث و میراث مشخص بشه اگر همچین لحظه پیش اومد که کسی نبود در سفر یا در جایی که به حال نیستند دور در انگام لشتن وسیعت دو نفر شاهد باشن که ثابت بشین وسیعت نامه مال خودش هست تعبیر فعصابت کن مصیبت الموت کلمه مصیبت مرگ اشاره به سختی های مرگ داره مصیبت الموت مصیبت مرگ اشاره به گردنه های سختی است که پیش روی تک تک من و شماست من توی مخاطب ما همم یک روزی از این دنیا میریم این مصیبت موت به سراغ من و شما میاد این روز میرسه اون سختی ها در راهه اون سختی ها من و شما رو در بر میگیره یک روزی اون سکرات مرگ به سراغ من و شما میاد کل نفس ذا قتل الموت هر نفسی تعم مرگ را خواهد چشید نه پادشاه و نه وزیر و نه سفیر و نه پزشک و نه مهندس و نه میلیاردر و نه عالم و نه علامه و نه حافظ قرآن و نه مفتی و هیچ کسی جان سالم به در نمیبرن این لحظه در پیش روی من و شما خواهد بود سختی های مرگ رو فراموش نکنیم حساب و کتاب روز قیامت رو فراموش نکنیم بارمون رو ببندیم اون گونه ای که الله تعالی دوست داره نه اون گونه ای که پدر و مادرانمون رو بر اون یافتیم و فکر میکنیم راه حق همونه و وقتی ما گفته میشه بیاید قران گوش بکنید و پیرو پی بر باشید بگیم نه ما فقط همون چیزی که پدر مادرمون گفتن همون برامون کافیه در در این موضوع بحث ارسو و میراث الله تعالی میفهمد که حالا بعض وقتا اگر شک کردید در این دو نفر به حال کسانی که وارثین شک کردن در اینکه راست بگن این دو نفر چیکار باید بکنن تحبسونهما اینها رو حبس کنید من بعد از نگه دارید تحبسونهما نگه دارید اون دو تا رو من بعد از بعد از نماز فیق سیمان بالله پس قسم میخورن اون دو نفر بر الله تعالی ان اگر شما شک دارید اگر شما وارثین به حجیت کلام اینها شک دارید اونها رو بر از نماز دارید قسم بخورن به الله تعالی قسم هم فقط به الله تعالی است فیقسمان بالله قسم ببینید اینجا الله تعالی میگه ف... فیقسمان بالله قسم میخورن فقط به الله تعالی قسم فقط به الله تعالی است کسی حق نداره به غیر الله تعالی قسم بخوره چرا الله تعالی خودش به غیر دیگران قسم خورده اختیار داره صاحب اختیار عالمه لا یسأل عما لا یسأل عما یفعل و هم کسی حق نداره از الله تعالی بپرسه چرا مالک چرا نداره کارش دوست داره و هم و هم یسألون ولی بنده ها سوال میشن الله تعالی خودش دوست داره به هر چیز قسم بخوره به زمانه قسم بخوره به خورشید قسم بخوره به زمین قسم بخوره به ماه قسم بخوره به زیتون قسم میخوره به انجیر قسم میخوره و تینی و زیتون در هر جایی که بخواد دوست داشته باشه به هر چیزی که دوست داشته باشه به جان پیامبر قسم میخوره خداست صاحب اختیار عالم حق نداره چه کسی چون خدا قسم میخوره پس ما هم قسم میخوریم نه خدا میگه بیاید منو بپرستید پس چون خدا گفته منو بپرستید ما هم حق داریم به دیگران بگیم بیاید منو بپرستید یا چون خدا هر کسی رو که بخواد بکشه پس ما اجازه داریم هر کسی رو که بخوایم بکشیم خدا هر قومی رو که بخواد هلاک میکنه ما هم هر قومی رو که دوست داشته باشیم هلاک میکنیم چون خدا داره هلاک میکنه مگه ما خداییم که کاری که خدا کرد ما هم بکنیم اون خداست اختیار داره عالم خودش به هر چیزی که دوست داشته باشه قسم میخوره اما به ما اجازه قسم خوردن به جز به ذات خودش رو نداد یک توهماتی بعضی یا ها استدلال های بسیار عجیب و غریبی یک ادعی میکنن از همین کسانی که لا عقل خودشون رو تعطیل کردن به دیگران پول میدن خمس میدن تا به جای اینها فکر بکنن این ادعای سریع دو این شبهات هم متاسفانه میشن و یقسمان بالله این دو نفر برگردیم به بحث ارث و میراث این دو نفر شاهدی که شک دارید بر از نماز نگه دارید قسم بخورن بالله حالا ان اگر شما در شک هستید ان در شک شک و تردید هستید لانشتری اونا چی قسم میخورن میگن که لانشتری نشتری بهی نمیخریم با این وقتی که به بعد از نشتری بیاد معنی خرید میشه لا نشتری به ثمنا ما با این قسم خودمون نمیخریم ثمنا یک متاع اندکی رو ولو کان ذا قربا ولو اینکه این باشه ذا قربا یعنی اون طرف صاحب ما های خودمون باشن به نفع فامیلای خودمون باشه ما قسممون رو نمیفروشیم با این قسم مال دنیا رو نمیخریم قسممون رو بفروشیم ولا نکتم شهادت اللهی و ما کتمان نمی کنیم پنهان نمی کنیم شهادتی که از نزد الله شهادت الله تعالی این قسمی که گواهی است از طرف الله تعالی پیش ما ما این رو پنهان نمی کنیم اون حقیقتی که پیش ما هست این قسم خوردیم یک گواهی دادیم شهادتی به خاطر الله تعالی دادیم ما این شهادتی ما رو به خاطر الله تعالی این شهادت خالصانه به خاطر الله تعالی رو پنهان نمی کنیم چرا که انا اگر این کار رو بکنیم اذن آنگاه لمن الاسمین ما آنگاه از جمله آسمین هستیم آثمین به معنای گناهکاران از اسم گرفته میشه فا این آثیره اگر آثیره آثیره فا این اگر اطلاع داده شد اطلاع یافته شد حالا بر اینکه که انهما اون دو نفر اون دو تا گواه استحقا مرتکب شدن اسمن مستحق شدن مرتکب شدن اسمن گناهی رو بعد از اینکه قسم خوردن خیانتی از اونها ثابت شد یا رفتن چیزی چیز دیگه مشاهده شد که اینا در ارسومیروس نقشی پیدا کردن چیزی رو برای خودشون برداشتن خیانتی از اونها ثابت شد قرائن و شواهدی وجود داره که این دو نفر خیانت کردن حالا چیکار باید بکنیم باز هم حرف اینها سند هست نه فاین عثر على انهم استحق اسما فاخران پس دو نفر دیگه یقومان بلند میشن قائم مقام این دوتا میشن قیام میکنن جایگزین میشن مقامهما جای این دوتا رو میگیرن من الذین این دو نفر از کیا هستن از اون کسانی که من الذین استحق علیهم مرتکب شدن بر این جمع از اون جمعی هستن که استحق علیهم الاولیان استحق فعل اولیان هست فاعل اولیان یعنی اون دوتا اولیا اون دوتا شاهد اولی مرتکب شدن بر این جمع یک خیانتی رو یه بار دیگه این یک بار این آیه رو ببینیم دوباره کمی این ترجمه هاش سخت‌تر است و آخران قومان دو نفر دیگه غیر از اون دو تا شاهد اول بلند میشن مقام اونها رو میگیرن منل این دو نفر از کیان من الذین از اون گروهی هستن که استحق علیهم الاولیان مرتکب شدن اون دو نفر اولی اولیان این دو نفر اولی علیهم بر این جمع وارثین خلاصه کلام یعنی وارثین میت حالا یک خیانتی رو این دو نفر شاهد کردن در خیانتی در ارث میراث کردن دو نفر از اون کسانی که جزء ارث برندگانند جزء وارسینن، جزء نزدیکان به میت هستن که این سبب شده که این خیانت در این وصیت سبب شده حق اونها زایه بشه و اون دو نفر اول در حق اینها مرتکب جنایت شدن دو نفر از اینها رو انتخاب بکنید و آخران یقومان مقام هما من الذین استحق علیهم الاولیان دو نفر جایگزین اینها میشن از اون گروهی که دو نفر اول مرتکب خیانت شدن در حق اونها پس چیکار میکنن اون دو نفر فا یقسمان بالله اونها هم قسم میخورن به الله تعالی قسم فقط به الله تعالی است لشهادتون اونها چی میگن؟ میگن لشهادتون قسم میخورن که لا یعنی که فیان بالله پس قسم میخورن بالله تالا لا که شهادتونا گواهی ما شهادت ما حق و به حق تر است من شهادت ما از شهادت اون دو نفر اول و ما اعتدین و ما تعدی نمی کنیم از خطوط از پامون فراتر نمیگذاریم ما این حق مطلب رو گونه که از ادا که انا همان ما اذن اگر تعدی کردیم در اون حالت تعدی در حالت خیانت کردن لمین ظالمین آنگاه ما از جمله ظالمین خواهیم بود اینها میان اگر برحال خیانتی صورت گرفت و احساس شد کسی خیانتی کرده شهاید این اول دو نفر از بستگان میت نزدیکان کسانی که در حق اونها این خیانت صورت گرفته میان قسم میخورن که شهادت ما بر حق از شهادت اوناست خب طبیعتا کسایی باید باشن که چیزی خبر داشته باشن دلایلی بر شهادتشون داشته باشن حرفایی برای گفتن داشته باشن بدونن که اصل وصیت چی بوده یا خودشون هم شاهد بودن در جمع یا حداقل شواهد و قرائن دیگری دارن که بتونن ثابت بکنن خیانت گروه اول اونها قسم میخورن و این ترتیب اینها جایگزین اونها میشن و اینها بر آن حرفشون با سندیت پیدا میکنن ذالک ادنا این این کار نزدیکتر است ادنا یعنی نزدیکتر است ایتو که بیایند بیاورند به شهادت شهادت رو گواهی رو گواهی بدهند گواهی بدهند علا وجهه ها بر آن وجهی که شایسته است به اون اصل حقیقتش او یا خافو یا یعنی اینکه بترسن ان ترد که برگردد ایمانون قسم های بعد ایمان هم ایمان گفتیم جمعی یمین و معنی قسم بعد ایمانه از این بترسن که قسم های بعد از قسم های اینها باز گفته بشه این آیه اشاره این داره که این شاهد دوش نفر شاهد بعدی وقتی میان این سبب میشه که دو تا شاهد اولی بیشتر حواسشون رو جمع کنن دیگه قسم دروغ نخورن چون میدونن دو تا قسم بعد از اون میاد و قسم اونها رو باطل میکن و تق از الله تعالی بترسید و اسمع. پریز کنید از اینکه خیانت بکنید در وصیت نامه در شهادتتون و, اسمع. و به خوبی گوش کنید دستورات الله تعالی رو به خوبی گوش کنید احکام شر به خوبی گوش کنید اون چیزی رو که میخواید شهادت بدید دربارش اگر شما شاهد یک ماجرایی هستید قرار جای شاهد باشید حواستون رو جمع کنید خوب گوش کنید که چی میشنوید والله لا يهدي القوم الفاسقین و بترسید از اینکه تقوا رو پس پیش نکنید یا خوب گوش نکنید به الله تعالی یا به اون چیزی که شما شاهدان هستید که والله لا یهدن قوم الفاسقین که الله تعالی هدایت نمیکنه قوم فاسق رو که اگر این کارو نکنید این کار شما فسق است و الله تعالی فسق رو هرگز فاسقین رو هدایت نخواهد کرد تلاوت آنچه که ترجمهش رو شنیدیم با هم گوش میکنیم ان الله با صدای استاد احمد الرزیقی عزیزانی که مصاحفشون با مصحفی که روی تلویزیون داره پخش میشه متفاوت هست از روی مصحف خودتون تلاوت رو گوش بکنید و گوش بکنید از روی مصحف نگاه کنید مصحف خودتون رو نگاه کنید به صفحه گیرنده هاتون نگاه نیندازید برمیگردیم با دو صفحه آخرم در خدمت شما عزیزان خواهیم بالله من الشیطان و اذا قیل لهم تا... الله گرد می آورد الله تعالی الرسول پیامبران را فَيَقُولُ و می فرماید می گوید الله متعال ماذا اجبتم چه چیزی پاسخ داده شدید چگونه به شما پاسخ دادن امتیانتون بعد از رسالتتون قالو می گویند پیامبران لا علم لنا لا علم لنا هیچ علمی نداریم ما هیچ آگاهی نداریم و نمیدونیم که چگونه برخورد کردن این لا علم لنا اشاره به این داره که برخی از مفسرین در این باب گفتن که به خاطر شدت ترس و حراس این جمله رو میگن این تعبیر تعبیر جالبی نیست این تفسیر تفسیر جالبی نیست چرا که الا ان اولیاء الله لا خوف الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه ترسی در روز قیامت خواهند داشت و نه اندوهی رو اولیای الله تعالی لا یحزنهم الفزع الاکبر اون فضع روز قیامت ترس و حراس و وحشت روز قیامت اونها رو اندوهگین نخواهد ساخت و نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و روز قیامت متقین شاهانه به سوی الله تعالی هشت میشن و هیچ غم و اندوهی انبیاء الهی نخواهند داشت در روز قیامت که این گونه فراموش بکنن اما تعبیر دقیق‌تر این هست اونا در روز در وقتی که زنده بودن میدیدن مثلا حضرت نوح می‌دید و اعتراض کرد و بر پیش الله تعالی شکایت کرد گلایه کرد از قومش اینها در دنیا خبر داشتند این تعبیر دقیق‌ترش می‌تونه این باشه که لا لنا اینها منظورشون از این کلمه لا علم لنا انبیا این بود که ما ظاهر رو دیدیم اما از باطن و اونها ما خبر نداشتیم این یک تعبیره که ما از باطن اونها ما خبر نداشتیم نمیدونیم که در باطن اونها چی میگذشت نمیدونیم که کنه چگونه بودن و دوم دومش اینه که اینها بعد از وفاتشون بعد از اینکه رفتن دیگه نمیدونستن چه شد و چه اتفاقی افتاد این لا قال و لا علم لنا گفتن ما هیچ آگاهی نداریم که چگونه اینها رسالت ما را پاسخ دادن و چه کردند بعد از ما و ما از باطن اونها در زمان خود هم بی خبر بودیم انک انت علام الغیوب چرا که همانا فقط شماید انک انت همانا شما خودتون این تأکید پشت تأکید تأکید پشت تأکید دلالت بر حصر این موضوع بر الله تعالی داره انک انت علام الغیوب همانا تو فقط داننده اسرار نهان هستی علام الغیوب غیوب جمع غیبه غیب آن چیزی که پنهان است در داخل وجود انسان ها در باطن انسان ها و آن چیزی که از گذشتگان و آیندگان ما خبر نداریم اینجا پیامبران میفرمایند پیامبران اعلان ناآگاهی می کنند پیامبران یوم یجمع الله الرسل اینها برگزیدگان الله تعالی هستند هیچ درجه بالاتر از رسالت در قرآن کریم وجود ندارد هیچ درجه بالاتر از رسالت در قرآن کریم وجود نداره و هیچ درجه بالاتر از نبوت این انبیایی که رسول بودند در قرآن کریم نیست الله تعالی میفرماید ما تمام رسول خود رو جمع میکنیم که انبیا هم در تعبیر رسول داخل میشن و الله تعالی میفهمد که ما اینها رو جمع میکنیم یعنی مقرب ترین ها بالاتر از این دیگه درجه نیست کسانی که میگن امامت بالاتر از رسالت هست هیچ دلیلی از قرآن کریم ندارن و این یک توهم بیش نیست و هیچ, دل... هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه درجه بالاتر از امامت بالاتر از نبوت باشه یعنی غیر از انبیای الهی بله برخطی پیامبر خدا صلی الله علیه و و ابراهیم خلیل الله امام الانبیا بودن و امامت انبیا رو به داشتن یک بحث جداگانه است اما از غیر از انبیا هیچ کسی بالاتر از اونها نیست اینها حال الله تعالی میفهمد که روز قیامت میگن ما هیچ آگاهی نداریم نمیدونیم نماز بالله الله تعالی که خلاف نمیگه که. الله تعالی میگه پیغمبران روز قیامت میگن ما از حال امتیان خودمون خبر نداشتیم لا علم تعبیر اینه ما آگاهی نداریم حداقلش اینه که بر خودشون خبر نداشت حداقلش اینه حداقلش اینه که در زمان خودشون از باطنشون خبر نداشتن گفتن توی که فقط از سر راز و درون و بیرون همه خبر داری فقط توی که علام الغیوبی عالم غیب فقط خودتی ما نمیدونیم غیبه بر ما پوشیده است ما ظاهر رو دیدیم تو دنیا باطنشون خبر نداشتیم ما از دنیا اومدیم بیرون دیگه ندیدیم پشت سرمون چه اتفاق افتاد خبرم نداریم یعنی ما غیب نمیدونیم حالا یه گدی زور بزنن بگن که پیامبران غیب بدن خدا میگه اینا نمیدونن حالا یه کس دیگه بگن غیب بدن. و قال الله یا عیسى ابن مریم بیاد آور آن رو که روز قیامت الله تعالی به عیسی پسر مریم میگوید انقال الله کلمی قالا به معنای گفت است ولی وقتی که برای قیامت ما خیلی وقت ها از اونجایی که قیامت رو الله تعالی میخواد بگه که خیلی نزدیک به شما فعل ماضی استفاده میکنه برای مزاره به معنای آینده فعل گذشته به معنای آینده استفاده میشه اذا واقعت الواقعه آن لحظه ای که واقع شد در لفظ اینجوری معنا واقع شد واقع یعنی روز قیامت انگار که گویی انقدر نزدیک قیامت که واقع شده اصلا در حالی که واقع نشده اینجا فعل ماضی به معنای مضارع به کار تا دلالت بر نزدیکی بیش از حد بکنه بعضی وقتا اینجا هم ادقال الله قاله به معنای گفت هست اما اینجا به معنای ماضی میتونه باشه تا دلالت بکنه بر وقوع اون روز بعضی از مفسرین هم گفتن که بر اون لحظه ای است که الله تعالی عیسی رو به آسمان میبرد الله در راه رفتن به آسمان بهش گفته شد که تعبیر اولی بیشتر به دل میچسبه به خاطر محتوای خود آیه که در روز قیامت الله تعالی این گونه خطاب میکنه به حضرت عیسی ان الله ان که الله تعالی میگه ای عیسی پسر مریم اذکر کلمه اگر اینجا وایستی میشه اذکر اگر از اول شروع کنیم اگر بچسبونی میشه ادقال الله یا عیسی بن مریم ادکر. اذكر نعمتي النعمتي عليك یاد کن نعمت من را بر خودت و علی والدتک و بر والده خود بر مادرت مریم اذ بر روح القدس آن لحظه ای که تعیید کردم تو را ایدتک یاری کردم تایید کردم نصرت کردم تو رو ای ایسا روح القدس با یک روح پاک با روحی مقدس خطاب اینجا اشاره به جبرئیل امین علیه و السلام هست بزرگترین فرشته الله متعال تا اینجا ببینید چند تعبیر الله تعالی استفاده کرد یکی خطاب ایسا پسر مریم ایسا پسر مریمه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا کسانی که میگید ایسا پسر الله تعالی است ایسا پسر مریمه این یک این یعنی خود به خود نفی میشه ایسا پسر مریمه ای ایسا یاد کن اون نعمتی رو که من بر تو دادم یعنی تو نوکر منی تو خادم منی من دارم به تو نعمت میدم خودت کاری نیستی خودت عددی نیستی در کائنات خودت هیچ دخل و تصرفی در کائنات نداری بر خلاف اون چیزی که پیروان تو دارن مدعا میکنن این خطاب عیسی است وقتی که قرآن نظر شده بود اون موقع هنوز اولیای بعد از پیامبر هنوز به درجه خدایی نرسیده بودن از طرف اولیای بعد از, از طرف پیروان گمراهشون این خطاب نه تنها به ایساست است این خطاب به تمام پیروان قالی اولیای خداست که بدونید که عیسی که پیامبر بود پدر نداشت یک معجزه بود همه چیزش معجزه بود زندگیش معجزه بود هنوزم زنده است افتتو تو به اعتقاد به سنت اینه کن الله تعالی با آیات مختلف قرآن به آسمان برده و هنوزم زنده است در بهشته نه از حال امتش خبر داره و نه الان خبر داره و نمیتونست کاری بکنه این خداوند من هی منت میذاره اینها رو به خاطر چی به خاطر اینکه بندگان به پیروان این اولیاء خدا بفهمونه که اینا نوکران خدا هستن نه که بالای عرش پیش خدا نشسته باشن نه اینکه خدا اینها رو اختیار عالم رو به اینها داده باشه نه که اینکه خداوند 11 تا خدا مثل خودش خلق کرده باشه که فقط فرقشون با خدا اینه که اینا بندن اون خالقه نه که اینکه تمام عالم رو فلانی داره اداره میکنه داخل یک چاه نشسته اینها رو این یک کمی انسان عقلش اگر به کار در قرآن کریم هدایت میشه اگر عقلش به کار بندس اینجا باز دوباره الله تعالی هم مریم رو من به تو و به مریم مریم هم من منت گذاشتم برش اونم بنده منه من مالک کنم و ایت تو که من تو ریاری کردم به روح القدس یه نوکر دیگه هم دارم به اسم جبرئیل اون رو هم فرستادم جبرئیل هم نوکر منه بنده منه اون را من خلق کردم اونم خدا نیست اونم کاری نیست نه جبرئیل کاری هست نه تو کاری هستی نه مادرت کاری هست همه شما بندگان منید من برای شما منت گذاشتم نعمت دادم به شما همه شما نوکران منید بندگان منید این محتوا این آیه داره اشاره به این میکنه که این منت گذاشتن بر عیسی و بر مادرش و اینکه من تو رو با جبرئیل یاری کردم جبرئیل یعنی چی جبرئیل شد در صفت خدایی بهش میدید اون خادم منه نوکر منه اون بنده منه اون در ادامه الله تعالی میفرماید که تو کلم الناس فی تو در یاد تست تو صحبت میکردیم یکی از معجزات عیسی علیه السلام بود که در گهواره سخن می‌گفت و کلم الناس فی و کهلا و در میان سالی هم صحبت میکردیم و سخن میگفتیم میدونیم که حضرت عیسی علیه السلام گفته میشه که سن بالای چهل سال سن میان است بعد میدونیم که حضرت عیسی قبل از اینکه بین سن برسه از دنیا رفت و در طول سن سی تا سی, و سی از دنیا بالا رفت یعنی الله تعالی اون بر رفعه الله الیه در آیه 58 سوره نساء خوندیم الله تعالی اون رو به سمت خودش بالا برد در بهشت است و خواهد آمد این اشاره به چی داره اشاره به این داره که الله تعالی میفرماید که عیسی بعد از اون دوباره زندگی روی زمین خواهد داشت میاد در روز قیامت طبق روایت های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و آیات استدلال که از بعضی از آیات میشه میاد و به سن میان سالی میرس وگرنه منت گذاشتن بر ایسا که تو در پیری هم صحبت میکردی میانسالی هم صحبت میکردی خب میانسالی که همه صحبت میکنه حالا در گهوار انسان صحبت میکنه در ابتدا قبل از مثلا دوزهای اول زندگی این یک معجزه است اما در میانسالی معجزه به حساب نمیاد زیاد ما این موضوع رو در آیه 46 سوره آل عمران هم با شما عزیزان اونجا که الله به مریم بشارت میداد این موضوع رو مطرح کردیم قبل از خلقت مریم هم بین الله تعالی اشاره کرد بعدش در قیامت هم به موضوع اشاره میکنه همه اشاره هایی به اعجاز داره تو بگهوارم هم صحبت میکرد دوباره رفت به آسمان دوباره میاد در زمین کهلا دوباره متبع قرآن میشه به قرآن حکم میکنه به سنت رسول صلی الله علیه و سلم حکم میکنه و باز فوت خواهد کرد در ادامه الله تعالی میفرماید و اذ کل کتاب و الحکمه و اون لحظه که به تو آموزش دادم علمت کم یاد دادم به تو کتاب رو قرآن کریم حکمت رو سنت پیغمبر رو تورات رو و انجیل رو این طبق اون تفسیر روز قیامت روز قیامت در الله تعالی که وقتی که کهلن که اشاره به این داره که حضرت عیسی برمیگرده به زمین و وقتی برگرده به زمین به حکم قرآن حکم میکنه به حکم سنت حکم میکنه و میدونیم که هر جا کتاب و حکمت پشت سر هم ذکر میشه در آیه 129 هم سوری موارک بقره وقت ازت ابراهیم دعا کرد که پیانبری مبوس کن بین اینها که یعلم هم و کتاب و حکم و اونها کتاب و سنت بیاموزه در آیه 151 که هم باز همین تعبیر رو داشتیم یعلم هم و کتاب و الحکم به شما پیانبری فرستادیم که کتاب و حکمت بیاموزد در آیه 164 سوری موارک آل امران هم باز همچین شبیه ما همچین محتوی رو داشتیم که طرف و یعلم هم و کتاب و الحکم و تعلیم میده کتاب رو و حکمت رو پیامبری فرستادیم کتاب حکمت میدونیم که کتاب کتاب قرآن هست حکمت سنت با توجه به آن چیزی که از عقاید اهل سنت در روایت‌های های صحیح ثابت و برداشت از آیات قرآنی حضرت عیسی برمیگرده به قرآن هم حکم میکنه قرآن رو هم یاد میگیره و به سنت حکم میکنه و تورات انجیل رو هم که قبل از اون داشت. و علم تو کتاب و حکمت و به این که تعلیم دادیم به تو قرآن رو و حکمت رو و تورات رو و انجیل رو این گفتگوی الله را با عیسی در روز قیامت هست و استخلق من الطین یعنی و اون هنگمی که خلق میکردی اینجا خلق به معنای درست کردن هست درست میکردی از تین از گل که هیئت طایر به مانند پرنده به مانند هیئت پرنده شکل پرنده به اذنی به اذن من الله تعالی فتن فخو فیها پس در آن می دمیدی نفخ به معنای دمیدن هست فتن فخو فیها فتکون و پس می شد آن هیئت طایر اون شکل پرنده که درست کرده بودیم فَتَكُونُ به اذنی پس اون یه پرنده میشد به اذن من الله تعالی یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام این بود که از گل می شکل پرنده ای رو درست میکرد به اذن الله تعالی در اون میدمید معجزه الله تعالی بود معجزه ایسا علیه السلام الله تعالی و این بال میکشید و میرفت بالا این یک معجزه بود و میدونیم که هیچ معجزه نبی و یا کرامت ولی به اختیار خودش نیست یعنی هر وقت بخواد هر کاری بکنه نه به اذن الله تعالی خیلی از معجزات از پیامبر اکرم علیه السلام خواسته شد اما هیچ وقت عملی نشد در آیه 90 تا 93 سوره مبارکه اسراء ما گفتن که وقالو لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا مردم مکه گفتن ما وقتی به ما ایمان که چشم سارهایی از های مکه بدرخش او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا باغهایی از خرما داشته باشی و از انگور داشته باشی نرهای در اون جوان باشه باز گفتن که یا اینکه تکی از آسمون روز سر ما بندازی تو که اینقدر ما رو میترسونی یا اینکه خدا پیغمبران فرشته ها رو ما ببینیم یا اینکه او یکون لک بیت من زخرف این یا اینکه برای تو یک خونه از طلا باشه یا این که تو بری با آسمون کتابی رو زیر بغلت بیاری به ما بدی بگی اینم قرآن بخونید و هیچ کدوم از این معجزه ها محقق نشد چون الله تعالی نخواست معجزه ولی معجزه نبی و کرامت ولی هیچ کدوم به اختیار خودشون نیست هر وقت خواسته باشن معجزه بکنن نه بعضی وقتا از طرف الله تعالی دستور میشد به اذن من این کارو بکن میشد به ازن الله تعالی نه که خودشون قادر باشن ولایت تکوینی داشته باشن کار و خر کاری بخوان بکنن نه خیلی وقت نمیتونستن هیچ کاری بکنن و این اینا فقط بخاطر این فقط به خاطر اینه که ثابت بشه که رسالتشون برحق است در ادامه الله طرف فرمود که و تو بر اول اکمه و الابراسه به اذنی و تو شفا میدادی تو بر بری میکردی انگار که کلمه تو از بری گرفته شده بری میکردی بهبود میبخشیدی شفا میدادی الاکمه کور مادرزاد رو و الابراسه و بیماری پیسی رو به اذنی به اذن من به اذن الله تعالی هنوز هم که هنوز بشر با تمام پیشرفت هایی که دست آورده نمیتونه که سلول مرده ای رو دوباره زنده بکنه و این یکی از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود حضرت عیسی علیه و السلام و اون موقع هم طب و پزشکی زیاد پیشرفت کرده بود و پزشکان بسیار ماهری در زمانش بودن به مانند زمانی موسی که ساهران بسیار ماهری بودن و در زمان پیامبر میدونیم که شاعران بسیار ماهری بودن غالبا معجزه انبیا در اصل زمانی خودشون مطابق با اون پیشرفت علمی اون زمانه بوده تا اون متبه، متبهرین در اون فن میدونستن که این فراتر از هیته اختیار اون هست و الله تعالی می تو کور مادرزاد رو و بیماری پیسی رو هم به اذن من شفا می دادی یعنی همش ببینید کلمه تاکید به اذنی به اذنی به اذنی اینه که این خودش هیچ کاره هست ایسا خودش هیچ است و از به اذنی مرده تو, تو مرده رو خارج میکردی تو خروج الموت تو مرده رو خارج میکردی از قبل زنده میکرد حضرت موسی سام میرفت سر قبر به مرده میگفت پاشو بلند میشد یک مرده همینجوری صاف میمد بیرون راه میرفت و این که از معجزات موسی عیسی علیه السلام بود و گفته میشه که تو سر قبر یک یکی از فرزندان آدم رفت و یکی از اونها رو زنده کرد به هر حال این هم به اذن الله تعالی بود یعنی معجزه به اذن الله تعالی نه که خود حضرت عیسی اختیارات رو داشته باشه نه به اذن الله تعالی و کففت و بنی اسرائیل انکه و اون هنگامی که باز داشتم کففت و باز داشتم من الله بنی اسرائیل فرزندان یعقوب در لغت و معنای فرزندان یعقوب از قوم بنی اسرائیل قوم موسی علیه السلام و سلام یهودیانی که میخواستن عیسی علیه السلام رو بکشن و کففت و بنی اسرائیل انکه و اون که هنگامی که بنی اسرائیل رو باز داشتم از تو تمام بعد از اینکه آوردی با آنها بینات جئت هم جئت هم بالبیانات جئت به معنای اینکه آمدی اما وقتی که به بعدش میاد آوردی میشه جه تهم بالبینات آوردی با انها دلایل واضح آشکاری مجزاتی رو فقال الذين كفروا منهم و برخی از کافران آنها گفتم اینها ذا الا سحر مبین بعد از اینکه مجزات رو آوردی گفتن که اینها ذا نیست این مگر سحر مبین یک جادوی آشکار این مجزات وقتی که از حضرت عیسی علیه السلام دیدن به خاطر اینکه معجزات غالبا معجزه یعنی چیزی که بقیه از انجامش عاجزن معجزه به خاطر این هست تا دلیلی باشه بر حقانیت نبی که بقیه بهش ایمان بیارن این معجزات رو دیدن معجزات مثلا از گل پیانده درست کردن کور و مادرزاد رو شفا دادن پیسی رو شفا دادن مرد زنده کردن باز هم گفتن تو جادوگری قبول نکرد گفتن تو جادوگری اینها رو الله تعالی منت که بر قومش بود که الله تعالی بر عیسی علیه سات و سلام یکی یکی شمارد و اذ وان هنگامی که اوحیت اوحیتو و اد اوحیت و هنگامی که من الله تعالی وحی کردم الهام کردم ال الحواریین به سوی حواریین وقتی که وحی به غیر نبی استفاده میشه معناش الهام هست و او ربک الى النحل در باری زنبور اصل داریم در سوره نحل یعنی سوره زنبور اثر که میفهم تعالی کنیم به زنبور اونجا منظور الهام است و وحینا الى ام, ام موسی در مادر موسی هم در سوره قصص داریم این تعبیر رو و ما وحی کردیم به مادر موسی اونجا منظور الهام هست این یک تعبیر و اید اوحیتو الى الحواریین که الهام کردیم به حواریین یاران خاص ایسا علیه سرات و سلام ان که آمینو ایمان بیارید به بی بی من و به رسولی پیامبرم انگامی که در دل اونها انداختیم که به من الله تعالی پیامبرم ایمان بیارید یا تعبیر دیگه میتونیم این گونه تعبیر بکنیم و یا وحیت الی و وقتی که وحی کردم به سوی حواریین از زبان توی موسی عیسی از زبان توی عیسی که ایمان بیارید به من الله و به پیامبرم عیسی قالو آمنا گفتن ایمان آوردیم و شهد و شاهد باشه عیسی به اننا مسلمون یه شاهد باش که ما مسلمانیم یا شاید هم بگیم وشهد رو خطاب الله تعالی بگن خدا شاهد شاهد باش که ما مسلمان شدیم این قال الحواریون اون لحظه رو بیاد بر که حواریون یاران خاص عیسی علیه صلاة و سلام هستند دقت کنید تفاوت یاران عیسی علیه الصلاه و سلام رو با یاران محمد صلی الله علیه و سلم یاران موسی که یادتون هست که چیکار کردن باش موقعی که حضرت موسی بهشون گفت ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم گفت داخل بشید گفتن یا موسا انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها فذهب انت و رب کف قاتلا انا هنا در همین سوره. به یاران موسا علیه سات بهش گفتن یاران خاصش اینا گفتن موسا تو خودت برید بجنگید ما اینجا نشستیم بعد از این که اونجا فرعون هلاک شده بود و جلو چشمشون دیدن چطور غرق شد و یارانش دشکرش از بین رفت اینو یاران موسی یاران عیسی علیه السلام حواریون یاران خاص از عیسی علیه و السلام اینا ایمان آوردن ایمان آوردن بهش الان مسلمونن مسلمن و شاید به اننا مسلمان ما مسلمان بعدش چی میگن این قال الحواریون گفتن حواریون یا عیسی ابن مریم ای عیسی پسر مریم هل یستطیع ربک آیا می پروردگارت ایو نزل علینا که نازل بکنه بر ما ما ادتم منست یک سفره ای رو از آسمان اسم این سوره از این آیه گرفته شده اسم سوره ماعده از این کلمه ماعده گرفته شد گفتن که ای ایسا آیا خدا می خدای تو میتونی یک سفره بر ما نازل بکنه از آسمون اینها حلی از تاطی عرب که گفتن منظورش این نبود که شک داشته باشن در قدرت الله تعالی نه اونها یقین داشتن که الله تعالی میتونه اینجا منظورشون این بود که آیا مانعی وجود نداره که الله این کار بکنه آیا امکانش هست که الله تعالی مثلا موافقت بکنه آیا مانعی سر راه هست یا نه الله تعالی موافقت میکنه که یک سفره ای رو برای ما بفرسته یه صفری از آسمون سفره پر غذا همجوری از آسمون قشنگ بیاد بشینه جلویشون و اینا بشینن شروع بکنن به خوردن یاران عیسی علیه السلام هستن قال تقوا الله ان کنتم مؤمنین گفت عیسی علیه الصلاه و السلام بترسید از الله تعالی اگر شما مؤمنید اگر شما از الله تعالی اگر ایمان مؤمنان مؤمن هستید بترسید این چه درخواستی شما میکنید این همه معجزه به شما نشون دادم بازم درخواست معجزه میکنید باز میخواد یه سفره از آسمون بیاد برای شما و بشینید اونجا سر سفره غذا بخورید این چه درخواستی شما میکنید از الله تعالی دست بردارید چون غالبا معجزه وقتی بیاد و قوم مخالفت بکنه با اون دیگه اون موقع هلاکت بعدش میاد حضرت سمود معجزه خواستن اومد قبول نکردن هلاک شدن حضرت عاد بقیه هم مب... پیامبرانی که معجزه خواستن قومشون اومد قبول نکردن از بین رفتن قالو اینها حالا دلیل طلبشون رو میگن قالو نرید ان کل منها ما میخواهیم نورید ان که نا بخوریم منها نا منها ما میخواهیم که بخوریم از اون از این سفره گوش بودن نیاز به غذا داشتن و تطمئن قلوبنا و اینکه قلب ما مطمئن بشن قلب ما یقین ما بالا بر دو دلیل ذکر کردن تا اینجا و نه آدم ان قد صادق و تنا و بدونیم که شما قد صادق تند یقینا به ما راست گفتی یعنی ما برای دیگه هیچ شبهه باقی نمونه ما میخوایم بخوریم از این سفره گوش نمونه غذا کافی نیست و ما میخوایم که یقین کامل پیدا بکنیم دل یطمئن گفتن تطمئن قلوبنا این که این قلب های ما مطمئن بشه شبیه این تعبیر رو ما درباره ابراهیم علیه السلام هم داشتیم در داستان سوره مبارکه که داستان چهار تا پرنده داره آیه 260 فرمود که که ود قال ابراهیم و رب ارنی کیف فتوحی الموت خدای من نشون بده که چگونه مردار رو زنده میکنه قال اولم تؤمن ای ایمان نداری ابراهیم به این موضوع قال بله ولکن لیطمئن قلبی بله، ولی من دلم میخواد که مطمئن بشن. دلم میخواد که مطمئن بشه. اینا می‌خواستن مطمئن بشن از یک طرف و بر صداقتش یقین بیشتری پیدا بکنن و بخورن از اون. قالو نولی ان نکلم این هو و تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون علیها من الشاهدین. ما اینکه باشیم بر این سفره از جمله گواهان و شاهدین ما ببینیم بعدن فکر بکنیم برای کسایی که ندیدن معجزه رو ببریم ذکر بکنیم. یاران موسی یا عیسی علیه السلام این همه معجزه دیدند باز هم برای اینکه یقین کامل پیدا کنند برای اینکه صداقت عیسی را هنوز محک بزنند و بیشتر قبول بکنند میگن که برای ما باز هم معجزه بیار اما یاران محمد صلی الله علیه و سلم هرگز بعد از ایمان ازش معجزه طلب نکردند ابوبکر صدیق هرگز قبل از ایمانش هم از پیامبر برای اثبات حقانیتش معجزه طلب نکرد تا پیامبر فرمود ابوبکر من این اتفاق برام افتاد اولین مردی بود که ایمان آورد تا رفت شب معراج صبحش اومد گفت من این اتفاقات رو افتاد رفتم معراج آسمان بهشت بیت المقدس کفار بهونه به خیال خودشون پیدا کردن بوده بوده رفتن بیش ابوبکر که یار تو همچین حرف هایی میزنه تو قبول میکنی تو نصف شب رفته باشه قدس رفته باشه آسمون بهشت دوزخ برگشته باشه گفت خودش گفته گفتن بله گفت راست ابو بکر صدیق لقب گرفت چون همیشه تصدیق کرد پیامبر رو و هرگز از پیامبر معجزه نخواستن اونم همچین معجزاتی رو اینکه چه اتفاقی افتاد بگذارید بر اصطلاحات این صفحه انشاءالله باز ببینیم که سنجام این درخواست چه شد در آیه 110 یادتون باش عزیزانی که حفظ میکنید با ما که این آیه مشابهاتی داره با آیه 55 از سوری مبارکه ابتداش با آیه 55 متفاوت است اونجا از قال الله در سوره آل عمران قال الله یا عیسی است اینجا از قال الله یا عیسی ابن مریم و محتوای آیه با آیه 48 از سوره آل عمران مشابه است اونجا خطاب خود عیسی از زبان خود صحبت میکنه اینجا الله تعالی عیسی علیه السلام رو خطاب قرار میده و کلمه به اذنی اونجا نیست اینجا زیاد تکرار میشه تلاوت این سفر میشه برمیگردیم با ترجمه صفحه آخر در خدمت شما عزیزان خواهیم بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا یاران عیسی علیه السلام, و السلام ازش میخوان که از خدا بخواد تا برای اونها سفره ای رو بفرسته که در این سفره اونها با نزول این سفره هم از اون بخورند و هم ایمانشون افزایش پیدا بکنه و هم نسبت به عیسی شبهاتی رو کنوز نسبت به رسالتش دارن مطمئن بشن الله متعال میفهمد که عیسی دست بلند کرد و دعا کرد قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال عيسى بن مريم قفت عيسى مريم اللهم بار الله ربنا أي خدا يما خدا جان بار الله أنزل علينا نازل كن برما مائدة من السماء سفري أز آسمان تَكُونُ كباشت أن سفري لنا براي عيداً یک ایدی جشنی باشه اون روز ما اید بگیریم جشن بگیریم شادی بکنیم در اون روز خوشحالی بکنیم تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا اون روز روز ایدی باشه شادی باشه جشن باشه خوشحالی باشه برای ما اولی ها برای ما مؤمنینی که الان در ابتدا هستیم متقدمین و آخرنا اونهایی که بعدا متاخرین اونهایی که بعد از ما میان خدا جون یک صفحه ناظر کن در این روز ما این روز جشن میگیریم خوشحال باشیم شادی میکنیم سفره پر از نعمت از آسمون بیاد دیگه واقعا روز جشن هست و آیت منک و یک نشانه معجزه از سمت شما باشه دو دلیل از ایسا ذکر میکنه برای طلب این سفره اینکه اون رو روز جشن میگیرن روز شادماری باشه برای اونها و یکی از شعائر بشه براشون و دوم اینکه که این نشانه معجزه از طرف الله تعالی باشه و و این که روزی بده ما رو ورزقنا رزق بده ما رو ما رو روزی بده ما این سفره و انت خیر و و شما و تو بهترین رزق دهندگانی و الله تعالی است که تمام کره زمین و تمام مخلوقات رو رزق میده اینجا حضرت موسی حضرت عیسی علیه السلام فرمود یا الله به ما رزق روزی نشانه معجزه هم میشه و هم این که اینو جشن میکنه الله متعال در جواب فرمود قال الله الله تعالی فرمود فرمود الله تعالی انی همانا من الله منزلها نازل کننده آن سفره هستم منزلها اسم فاعل نازل میکنم ها آن سفره را علیکم بر شما من این سفره رو نازل میکنم اما من این سفره رو برای شما نازل می کنم فمن یک فر اما اگر من این سفره رو نازل می کنم اما بعدش فمن یک فر هر پس فمن پس هر کس یک فر کافر شد بعد و من کم بعد از این نزول سفره از شما من کم پس همانا من من الله بدون شک به تحقیق معذبه عذاب میکنم اون رو عذابا چنان عذابی که لا اعذبه که عذاب نکرده باشم با اون عذاب تا حالا تعذیب نکرده باشم با اون احدا من العالمین یک نفر از عالمیان رو من سفره رو میفرستم برات اما اگر بعد از این سفره کسی کافر شده از شما بعد از این معجزه آشکار چنان عذابی بفرستم بر سر هر کسی که کامفر شد که این عذاب چنان عذابی بکنم اون رو که بمانند این عذاب تا به حال کسی دیگه ای از جهانیان رو من عذاب نکرده باشم بسیار تهدید سختی بود بسیار تهدید سختی بود وقتی که این نازل شد کلا دیگه یک روایت تفسیری اینه که حضرت عیسی و قومش بخیال شدن یک روایت تفسیری اینه که اصلا دیدن که این همچین وضعیتی عذابی که کسی تا حالا عذاب نکرده باشه خیال شده برخی از مفسرین دیگه هم نظرشون بر اینه که این سفره نازل شد و بعدها شرط داشتن که اینها غذای رو ذخیره نکنن از روی این سفره بعدها اینو تمرد کردن بعد اینها بوزینگانی شدن و یک سری خنازیر اون چیزی که ما در آیشه هست داشتیم و جعل من هم القرده توال خنازیر و برخی از مسیحیان را علای تالا بوزینه و به شکل خوک در آورد که بعد از بین رفتن و مانند بوزینگانی که در قوم بنی اسرائیل است اتباع موسی علیه الصلاه و السلام در ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاصين در 65 بقره اونها از بین رفتن نموندن باز کسی دا نکنه که این ها اینها بودن باز از نسل اینها انسان هایی به وجود اومدن نه اونها به شکل بزینه در چند روزی زنده بودن از بین رفتن به حال الله تعالی اشاره نکرده به اینکه آیا این رو فرستاد صراحتن یا نفرستاد. اما از این کلمه انی منزلها علیکم برای برخی از مفسرین برداشت میکنن که از اونجایی که الله تعالی فرمود من این سفره رو میفرستم برای شما گویی که وعده داد میفرسته الله تعالی ان الله لا یخلف المیعاد وعده های خودش رو خلف خلف وعده نمیکنه و فرستاده برایشون و جمهور علما نظرشون جمهور مفسرین بر این است که این سفره فرستاده شد و این سفره فرستاده شد و اونها بعد از مرور مدت زمان این سفره هر روز همینجوری آپدیت میشد دیگه همینجوری می اومد غذاهای جدید روش و به برمیگشتن ماشاءالله همینجوری رنگین این سفره سر جای خودش باقی است بعد تمرد کردن در اون احکامی که نسبت به سفره اینها گفته شده بود و بعد اینها هم سرنوشتهشون به مانند اون تمرد کنندگان شکار روز شنبه ماهی ها بود در ادامه الله تعالی به موضوع قیامت دوباره اشاره می‌فرماید در ابتدای 109 بحث قیامت بود اینجا باز بحث قیامت مطرح میشه در پایان این سوره مقدمه است بر آن چیزی که در سوره بعدی در سوره انعام ذکر خواهد شد سوره انعام ال عمری عمر باقوت بش برسیم از اون سوره هایی که روح انسان رو دگرگون میکنه سوره انعام از سوره هایی که در مکه نازل شده و سر تا پا توحید محض و خداشناسی است و قیامت و بحث های بسیار زیبایی در سوره انعام است که انشاءالله حتما تشریف توصیه میکنم هر جوری شده بابا باشید در سوره انعام که و دوستانی رو که دارید حتما تشویق بکنید که از برنامه بعد ان شاء الله باریاری بکنن در ترجمه سوره انعام بسیار مفاهیم عظیمی در این سوره نهفته است الله تعالی در ادامه باز میفرماید که ما روز قیامت خطاب میکنیم به عیسی و قار الله یا عیسی ابن مریم و اون هنگامی که الله تعالی میگوید به عیسی پسر مریم خطاب قال به معنی لفظش شنید گفت و به خاطر این استفاده میشه ماضی به معنی مضارع چون گویی کمی الان داره اتفاق میفته و این قال الله و انگامی که میگوید الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی پسر مریم ا انت آیا تو ا یعنی آیا انت تو اه انت قلت للناس آیا تو گفتی برای مردم قلت للناس گفتی برای مردم اتخذونی اگر اینجا از خود همین کلمه بخون میکنیم بریم تو بحث روخانی اگر از اینجا شروع بکنیم چون این علف وست در ابتداست بعدش هم فتح اومده بعد ساکن به این کسره میدیم میشه اتخذون اگر به چسب باز همین میشه لنه انت قلت للناس ستخذون و امی الهین من دون الله آیا ایسا تو گفتی به مردم که برگیرید اتخذونی بگیرید انتخاب کنید منو قرار بدید من رو من ایسا رو و امیه و مادر من رو الهین دو تا خدا دو تا اله مندون الله در مقابل به غیر از الله تعالی الله تعالی هست دو تا خدای دیگه ما رو قرار بدید ببینید اینجا مندون الله رسما تعبیر مندون الله برای که استفاده میشه برای الهین اون دو تا کی است اتخذونی و امیه ایسا و مادرش اینجا ایسا و مادرش مندون الله رسما ترجمه مندون الله است یعنی شخصیت پرستی این همه بحث ایسا به خاطر چی مطرح میشه؟ به خاطر شخصیت پرستی به خاطر توسل بیجا به خاطر برحال اون ارتباطات عجیب و غریبی که با برخی از اولیای الله تعالی از انبیا و اولیا چه مرد چه زن گرفته میشه مقام های بنا داده میشه که الله تعالی بناها نداد آیا ایسا تو گفتی که تو مادرت رو دو تا خدا بگیرن به جز الله تعالی؟ قهر سبحانک حضرت میفرماید که سبحانک پاک و منزهی تو ای پروردگار من از این که تو شریکی داشته باشی از این که کسی بیاد در مقام تو قرار بگیره از اینکه کسی با تو شریک بشه در صفات ما یکونو لی شایسته نیست ما یکونو شایسته نیست زیبنده من نیست مرا نس زد ما یکونو لی شایسته من نیست من حق ندارم شایسته و زیبنده و زیبنده من نیست نسزد مرا ان اقول که بگویم ما لیس لی لي به حق آن چیزی رو که ما لیس لی لي نیست برای من به حق حقی من شایسته نیست چیزی رو بگم که حق ندارم بگم ادب حضرت عیسی علیه و السلام در صحبت با الله تعالی بسیار قابل قدره چقدر این پیامبر بزرگوار محترمانه و معدبانه صحبت میکنه الله تعالی خطاب کرد آیا تو گفتی؟ نگفت نه, نه یا را. نه یا الله من نگفتم اومد مقام نبوتش رو بردر کرد که یا الله پاک من از و منزهی شما از اینکه که این کلام گفته بشه اول خود الله تعالی رو تقدیس کرد و فرمود که یا الله اصلا شایسته مقام من نیست من همچین سخنی بگم همچین صحبتی بکنم من حق ندارم چیزی رو بگم که من اجازه گفتنش رو ندارم این کنتو اگر گفته باشم این کنتو قلتو اگر گفته باشم اون رو فقط علمت پس یقینا شما میدونی اگر من گفتم همچین حرفی رو شما میدونی که من نگفتم منظورش اینه، اگر من گفته باشم شما میدونی ولی من نگفتم شما میدونی که من نگفتم تعلم ما فی نفسی الله تعالی داره یک پیامبرش رو مؤاخذه میکنه الله تعالی داره یک پیغمبر عظیمی رو مثل عیسی ایسا. عیسی که الله تعالی اسمش رو گذاشته روح الله عیسایی رو که به این همه عظمت داره الله تعالی داره مؤاخذه میکنه به خاطر شرک وای به حال اون کسانی که باز میپرستیدن عیسی رو و وای به حال اون کسانی که میپرستن غیر الله رو و وای به حال اون کسانی که اولیا و انبیاء الهی رو در مقام ربوبیت و الوهیت میذارن و صفاتی به اونها میدن به مانند صفات الله تعالی با اونها متوسل میشن نظر و نیاز میکنن از اونها حاجت میگیرن میخوان حاجت که نمیگیرن هرگز حاجتی ندارن بده اونا می داشتن برای خودشون بکردن کار از اونا حاجت می طلبن. وای با حال این عده الله تعالی در ادامه میفرماید که عیسی در جواب میفرماید تعلم و ما فی نفسی پروردگار میدانم آنچه در درون من است در ذات من است تعلم و ما فی نفسی و اعلم و ما فی نفسک و نمیدانم آنچه در ذات شماست اِنَّكَ انت تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ همانا فقط خودت یا الله که داننده تمام غیب ها هستی خودت یا الله عالم غیب شمایید من کی همچین حرفی زدم من میدونم که این حرف شما میدونید که اگه من حرف زده باشم شما میدونید من میدونم که در باطن من چی میگذاشت در درون من چی میگذاشت اما این چی در ذات شماست من نمیدونم در زمیر خودم رو میدونم اما در زمیر شما رو من نمیدونم ما قلت لهم من نگفتم به آنها ما قلت لهم من نگفتم به آنها الا مگر ما امرتنی بهی آنچه که شما به من امر کردی اون چی بود؟ من اینو گفتم انا عبود الله ربی و ربکم که بپرستید الله تعالی رو فقط الله تعالی رو پرستید پروردگار خودم پروردگار خودتون رو من اینجوری بهشون گفتم من من گفتم که تو رو بپرستن خدای من خدای اونها و کنتو عليهم شهيدا و بودم بر اونها گواه مادم تو فیهم. تا وقتی که من بین اونها بودم من, من شهادت میدم میدونستم که جوری بود وضعیت از باطنشون که خبر نداشت اما آیه 109 داشتیم لا, علم لا علمان از باطنشون خبر نداشت من تا وقتی که بودم میدونستم که اونها همچین حرفهایی نمیزدن تا وقتی که من بین اونها بودم کسی همچین حرفی نمیزد همچین چیزی هم من به اونها نگفتم همچین چیزی هم نخواستم از اونها و کنتو عليهم شهیدا مادم تو فیهم من گواه بودم من شاهد بودم بر اونها تا وقتی که مادم تو فیهم تا وقتی که بودم بین اونها فلما توفیتنی پس اون لحظه ای که شما گرفتی من رو از دنیا بردی بالا یعنی بردی به آسمان پیش خودت آوردی پیش خودت باشه آسمان آوردی فلما توفیتنی وقتی که به صورت کامل من رو از دنیا خارج کردی کنت انت رقیب عليهم بودی خودت رقیب بر اونها کنت بودی انت خودت الرقیب علیهم خودت مراقب اونها بودی یا الله باز دوباره حضرت عیسی تاکید میکنه که من غیب نمیدونم یا الله تا وقتی که من بودم کمچین حرفایی نبود وقتی شما من آوردی پیش خود در آسمان ها دیگه من نمیدونم چی شد كنت انت علیهم شما بر اونها شاهد بودی من دیگه وقتی که فلان ما توفیتنی وقتی که شما من رو آوردی پیش خودت به صورت کامل در آسمان ها كنت انت الرقیب علیهم شما مراقب اونها بودی شما ناظر بر حال اونا بودی شما مواظب اونها بودی من اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بر از من پیامبر عظیمی به مانند یوسف علیه السلام دارم میگم اصلا خبر ندارم بر از من چی شد حالا یه دی باز زور بزنن که من روز که میخوام برم پیش امام رضا از روز قبل از خلقت من میدونسته که من فلان روز دارم میام حضرت عیسی میگه من نمیدونم چه اتفاقی افتاد در ادامه الله تعالی میفهمد و انت از قول حضرت ایسا که حضرت ایسا فهمود و انت علی کل شه شهید یا الله و تویی که بر هر چیزی گواه هستیم و هر چیزی رو خبر داری این وصف حال حضرت ایسا است در مقابل شرک قومش هیچ کمکی نمی کن. حضرت ایسا به کسانی کن رو خدا کردند. هیچ کمک نخواهد کرد حضرت علی و امام حسین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر اولیا و انبیا به کسانی که اونها رو در مقام الوهیت قرار دادن و هیچ کمکی به اونها نمیتونن بکنن و حتی شفاعتی هم نمیتونن برای اونها بکنن حتی شفاعتی هم برای اونها نمیکنن در ادامه حضرت عیسی حالا درباره قومش قومش قرار عذاب بشن و این قوم قرار شکنجه بشن به دوزخ برن خطاب بر بله هم فرمود ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله اگر اینها رو عذاب بکنی اینها بندگان خودتن اگر اینها رو بخوای عذاب بکنی خودت اینا رو خلق کردی خودت اینا رو آفریدی و ان تغفر لهم و اگر اونها رو ببخشی فا اینکه انتر عزیز و حکیم پس همانا خودتی خودت عزیزی خودت حکیمی حضرت موسا این جمله از عمق قلب یک انسانی برمیاد که الله تعالی رو کاملا شناخته اوج شناخته یک بنده است اوج توحید و اخلاص و ادب یک بنده است نسبت به الله تعالی این تو عذب هم و این هم پروردگار اگر اینها را عذاب کنی بندگان تو هستند اگر گناهکارن اگر ظلم کردن اگر بد کردن این جمله جمله عجیبی است یعنی این جمله که نشان از عمق شناخت عیسی علیه السلام نسبت به الله تعالی داره اگر تو بندگان خود تو یا الله اگر تو بخوای ما رو عذاب کنی و بندگان خودت و این تغفر لهم و اگر ببخشی بندگانت رو فانک انت العزیز حکیم تو عزیزی عزیزی اگر بخوای اونها رو عذاب کنی تو عذب هم و حکیمی و حکمت داری اگر بخوای هر کسی رو که ببخش الله تعالی ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء هرگز کسانی رو که به اون شرک بکنن نخواهد بخشید و توبه نکنن از دنیا برن مشرک در روز قیامت هیچ امیدی به نجاتش نیست حتی عیسی علیه السلام نمیتونه براش کاری بکنه اما غیر مشرک رو الله تعالی امید بخششش هست اگر توبه نکرده باشه قال الله این خلاصه ای کل سوره است قال الله الله تعالی فرمود هذا روز قیامت این روز هذا یوم لا الصادقین صدقهم امروز این روزی است که نف میرسانه به صادقین راستگویان صداقتشون راستگویان در گفتار راستگویان در کردار راستگویان در در رفتار لهم جناتون تجری من تحتها الانهار برای آنها باغهایی است که جاری است از زیر از فرود است اون نهرها خالدین فیها در آن جاودانه میمانند ابدا ابد ابد بی نهایت. رضی الله عنهم و رضوان عن اونها الله تعالی از اونها راضی است از کسانی که در پندار در گفتار و در کردار صادقان، راست گویان و رضوان و اونها از الله تعالی راضی هستند ذالک الفوز العظیم این رستگاری عظیم است آیه 120 خلاصه کل سوره است این آیه خلاصه کل ای سوره مائده است کل سوره مایده در این آیه خلاصه میشه محتواش تمام آنچه که گفته شد خلاصش اینه که ای مخاطب این همه دلیل ذکر شد 119 آیه صحبت شد تا بدونی که ولی لله ملک السماوات والارض از آن الله تعالی است پادشاهی آسمان و زمین ملک آسمان و زمین از آن الله تعالی است و ما فیهن به هر آن چیزی که در آسمان و زمین از الله تعالی است انبیا اولیا حکم حلال و حرام هر چی هست به دست الله تعالی است همه چی به دست الله تعالی است لله ملک السماوات و الارض و ما فیهن و هو على كل شيء قدير و او بر هر چیزی قادر است اونه که بر هر چیزی قادر خلاصه کلام سوره مائده است فقط الله تعالی ولا غیر الله را شاکر مخاطر اتمام سوری مایده و وقت ما هم به پایان رسید در برنامه بعد ان الله از ابتدای سوری انا برای شما عزیزان خواهیم بود تشکر میکنم از احمد جان فرید عبدالله و مهندس انالله در اتاق کنترل و همچنین شما عزیزان که تا این لحظه صبوری کردید برنامه خودتون یاری کردید از الله تعالی برای همه گذشتگان توفیق رحمت و مغفرت داریم موحدین امت اسلامی رو. و برای ما توفیق ثبات استقامت و خاتمه